على آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، مهربانان، دوستداران کلام الله مجید. الله رو شاکریم به خاطر قرآنش، به خاطر اسلامش، به خاطر نعمت ایمان، به خاطر سلامتی که در ایمان و در اسلام نصیب موحدین و مؤمنین میکنم. الله رو شاکریم به خاطر اینکه توفیق خدمت به قرآن رو بار دیگر نصیب بنده و همکاران بنده در اتاق کنترل از احمد جان و محمد جان و فرید و عبدالله عزیز نصیب کرد تا در خدمت شما عزیزان و خوبان باشیم و یک دیگر از برنامه های روحانی قرآن کریم. اگر ما رو همراهی کرده باشید در برنامه های گذشته، ما شروع کردیم به معرفی یک سری قواعد و الفبای روحانی به تعبیری ساده تر، تا به همراه شما عزیزان قبل از اینکه وارد روحانی خود مصحف بشیم و شروع بکنیم به صورت کامل انشاءالله اگر عمری باقی باشه از ابتدای کلام الله مجید روحانی رو آغاز بکنیم، قبل از اون یک سری قواعد و ضوابطی رو که ما رو در راه خواندن کلام الله مجید و روحانی یاری خواهند کرد مطرح کردیم. خلاصه از اونها رو گذرا در خدمت شما عزیزان خواهیم گفت تا به درس امروز برسیم. اگر با ما همراه بوده باشید، در ابتدا ما بعد از معرفی الفبای عربی و اینکه گفتیم الفبای عربی 28 حرفه و تفاوتش با فارسی اینه که 4 حرف کمتر داره، پ، چ، ژ و گاف. گفتیم تفاوت خط عربی در مصحف با فارسی در این علائم و نوشتارهایی که بالا و پایین حروف احیانا قرار میگه. در معرفی این حروف و حرکات شروع کردیم و معرفی کردیم حرکت های صدادار رو، حرکات صدادار کوتاه رو با فتح، کسره و ضمه. فتح رو معرفی کردیم و با این شکلی که میبینید حرکت فتح، این شکلی که میبینید این حرکت فتح هست، یک خط، این خط سرخ اگر یک حرف باشه بالای حرف قرار میگیره. حرکت فتح روی هر حرفی قرار بگیره، فتح یا زبر، به خاطر باز شدن دهان در هنگام این حرف بهش فتحه میگن، یعنی از فتح گرفته شده یعنی باز شدن، و روی هر حرفی که قرار بگیره یک صدای ا اضافه میشه. بود حرف بعدی که معرفی کردیم خدمت شما عزیزان، حرکت بعدی که معرفی کردیم حرکت کسره بود. بعد از اینکه فتح رو معرفی کردیم و گفتیم هر جا که فتحه داشتیم، هر جا که فتحه داشتیم صدای ا ب ت ث خواهیم داشت. حرکت کسره رو معرفی کردیم به معنای شکستن و شکلش رو با هم ببینیم. این حرکت کسره هست یا حرکت زیر هم بهش میگن، به خاطر اینکه زیر حرف قرار میگیرم. این خط سرخ رو اگر شما نماد یک حرف فرض کنید، این خط سرخ زیرش کسره قرار میگیره. و گفتیم هرگاه زیر حرفی حرکت کسره قرار گرفت صدای ا خارج میشه در هنگام تنفس اون حرف، مثلا ا ب ت ث ج ح و خ، و دقت هم میکنیم که زیاد کشش ندیم که ای نشه، ای بی تی سی نشه. علاوه بر این بعد کلمه بعدی که حرکت بعدی که خدمت شما عزیزان معرفی کردیم حرکت ضمه بود، یا پیش ضمه معنای جمع شدن یا همون پیش آمدن لبها در هنگام تنفس این حرکت. شکلش مثل یک واو هست، با هم ببینیم. شکلش به مانند یک واو کوچک هست که باز هم به مانند حرکت فتح در بالای حروف قرار میگیره. اگر این خط سرخ حرفی باشه ضمه بالای اون حرف قرار میگیره، این حرکت ضمه هست یا پیش. و هنگامی که این حرکت روی هر حرفی قرار بگیره صدای او، یک او کوچک نکشیده، خارج میشه، مثل او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو تا آخر الفبای عربی. بعد از این که حرکات کوتاه رو، حرکات کوتاه فتح، کسره و ضمه رو خدمت شما عزیزان معرفی کردیم و با هم تمرین‌هایی در این باب داشتیم، به
علامت ساکن رسیدیم. علامت ساکن یا سکون همونجوری که از اسمش برمیاد و مشخص هست دلالت داشت بر عدم تحرک یک حرف یا عدم حرکت یک حرف. وقتی روی یک حرفی قرار میگرفت به این معنا بود که اون حرف به تنهایی تلفظ نمیشه و نیاز به کمک ما قبل خود داره تا اون رو به حرکت در بیاره و به همراه ما قبل خودش باید تلفظ میشد. شکل حرکت علامت ساکن رو با هم ببینیم. این علامت به دو شکل نوشته میشه و این بیشتر به این شکل سمت راست است. یک دال کوچک و یک دال کوچک میبینیم بالای حرف قرار میگیره و یا به این شکل هم نوشته میشه در بعضی از مصاحف به معنای ساکن میاد. البته در مصاحف عثمانی‌ها این علامت نشان حرف ناخوانا است بیشتر تا ساکن باشه. ساکن و ناخوانا یک تفاوتی با هم دارن که در حرف ساکن ما سکون خود حرف سبب میشه که حرف به کمک ماقبل تلفظ میشه. مثلا کلمه ب اگر ساکن باشه و ماقبلش فتحه داشته باشه میشه اب اب، ب خونده میشه اما حرکت نداره. یا مثلا نون میشه ان ان اگر ماقبلش فتحه باشه. یا مثلا ف قبلش اگر فتحه باشه میشه اف اف، ف حرکت نداره اما با کمک ماقبل تلفظ میشه با همون تلفظ بدون حرکت فتحه کسری یا ضمه. به کمک ماقبلش، به کمک فتحه کسری و یا ضمه ماقبل ساکن تلفظ میشه اما حروف ناخوانا اصلا کنم اون حرف تلفظ نمیشه. حالا در درس امروز انشاءالله به موضوع میپردازیم. حرکت ساکن رو هم گفتیم به کمک ماقبل خودش همیشه خوانده میشه و نیاز داره به کمک ماقبلش. علامت دیگری رو که به همراه شما عزیزان مرور کردیم گفتیم علامت تشدید. علامت دیگری هست که از خانواده ساکنه، تشدید از همون خانواده ساکن هست و علامت تشدید شکلش رو با هم ببینیم. این علامت تشدید هست، به این شکل نوشته میشه و از شدت گرفته میشه به شکل یک سه تا دندونه که به سمت بالا هست. این علامت نشانه تشدید هست و همجوری که از اسمش برمیاد سخن از شدت گرفتن داره و تکرار و بیشتر شدن. چه موقع تشدید این علامت رو ما میبینیم؟ این علامت هر جا که آمد بیانگر اینه که اون حرفی که این علامت بر روی اون قرار گرفته در اصل دوتا بوده، دوتا از همون جنس. اگر مثلا روی یک ب تشدید قرار گرفت یعنی دوتا ب بوده، یا روی کاف اگر تشدید قرار گرفت به عنوان نمونه کاف دوتا بوده در اصل، یا روی نون یا روی میم یا روی هر حرف دیگری از 28 حرف الفبای عربی. هر کدوم از این حروف وقتی روش تشدید قرار بگیره به این معناست که این حرف در اصل دوتا بوده که اولی حرکت داشته و دومی ساکن بوده، یا اولی ساکن بوده دومی حرکت داشته، من اینو جابجا گفتم، اولی ساکن بوده دومی حرکت داشته، به همین خاطر اون دوتا رو به هم چسبوندن و شده تشدید. به همین خاطر از همین جهت ما هر جا که علامت تشدید ببینیم روی حرفی اون حرف دوبار خونده میشه. علامت ساکن رو هر جا میدیدیم به کمک ما قبل میخوندیم، یک بار اف، اق، اک، اس مثلا، اش، اخ مثلا، اما علامت تشدید رو دوبار میخونیم. هر حرفی که تشدید داشته باشه دوبار تلفظ میشه، یک بار به کمک ما قبل خودش چون اولین حرف تشدید ساکن بوده، یک بار به همراه اون حرکتی که بالا یا زیر تشدید قرار داره. مثلا این نه، وقتی که نون تشدید داشته باشه مثالاش رو گفتیم براتون، مثلا این نه، کل له، مثلا لم ما، روی میم اگه تشدید باشه لم ما، یک بار به کمک ما قبل با علامت ساکن، یک بارم به همراه حرفی که خودش داره. این از تشدید بود. گفتیم تشدید سه شکل مختلف داره و به شکل‌های مختلفی میاد و فتحه و کسره و ضمه داره که ما به خاطر اختصار از اون پرهیز میکنیم. و بعد از اینکه صدای فتحه، حرکت فتحه، کسره و ضمه و علامت ساکن و تشدید رو به همراه شما عزیزان تمرین کردیم و نمونه‌های مفصلی رو در این باب داشتیم، به حرکات کشیده رسیدیم. حرکات کشیده آ، ای و او، صدای کشیده آ، ای و او، و گفتیم که هرگاه
بعد از هرگاه، بعد از سه حرف واو، بعد از سه حرف واو، بعد از حرکت فتح کسره و ضمه، بعد از حرکت فتح کسره و ضمه که اینها حرکات کشیده، حرکات کوتاه بودن، ا ا او، اینها حرکات کوتاهی بودن، اگر بعد از فتح کسره و ضمه حرف همجنس اونها اومد، اینها حرکتن، ا ا او، اینها یه حرکته، حرف نیست. اما این حرکت ها حرف هایی دارن از جنس خودشون. از بین 28 حرف حروف الف با، فتح همجنس الف هست، کسره همجنس یا هست و ضمه همجنس واو. و هر وقت بعد از فتحه، این رو با هم تمرین داشتیم و گفتیم هر وقت که بعد از فتحه حرکتی که، حالا هر حرفی که فتحه داشته باشه فرقی نمی کن، هر وقت بعد از حرکت فتحه الف ساکن اومد، الفی که نشانه ای نداره یا ساکن است، اون الف اینجا صدای آ خارج می شود، مثل با، تا، سا. مثالش رو به تفصیل ذکر کردیم. ما همچنین گفتیم هر وقت بعد از کسره حرف یا اومد، اونجا دیگه کسره کش پیدا میکنه، دیگه نمیشه ا، میشه ای، مثل کلمه فی، مثلا کلمه فی نمیگیم ف، میگیم فی، چون یا از هم جنس کسره هست. و همینطور در کلمه، در حرف واو هم اگر ما قبلش حرکتش ضمه باشه، باز اون هم ضمه، اون حرفی که روی اون ضمه هست کش پیدا میکنه، مثلا مثل کفرو، کفرو، عنوان نمونه. اینها رو ما مثالاش رو قبلا ذکر کردیم. بعد از اون به موضوع تنوین پرداختیم به همراه شما عزیزان، بعد از اینکه صداهای کشیده آ، ای، او رو معرفی کردیم، صدای کشیده آ، ای، او که آ فتحه ای که بعدش الف باشه بود شد آ، کسره ای که بعدش یا باشه، یا ساکن میشه ای، و ضمه ای که بعد از اون واو ساکن باشه میشد او، اینها رو معرفی کردیم. بعدش به تنوین رسیدیم. تنوین هم یکی از هم خانواده های ساکن هست، مثل تشدید تنوین هم از هم خانواده های ساکن هست، و همون جوری که از اسمش برمیاد کلمه تنوین، از نون میاد، تنوین از نون گرفته شده، و مثل تکریم که از کرم گرفته میشه، مثلا مثل تحریم که از حرم، مثلا حرمه گرفته میشه، یعنی حرام کردن. تنوین هم یعنی آوردن نان، نون، آوردن نون، نان، من گفتم نان، از قد به نان نون گفتیم که دیگه نون رو هم نان میگیم، آوردن نون، نون، همین نون الفبای فارسی یا عربی. تنوین یعنی آوردن نون، علامت تنوین. به سه شکل نوشته میشه علامت تنوین، فتح، دو تا فتحه با هم، یا دو تا کسره با هم، یا دو تا ضمه با هم. این شکل رو اگر جای دیدیم بهش میگیم تنوین. تصویرش رو با هم ببینیم تا بهتر جا بیفته. این تنوین اولی که سمت راست میبینین، این حرکت، این خط سرخ رو همیشه ما گفتیم مراد یک حرف است. اگر بالا یک حرف دو تا فتحه با هم دیدیم، این نشان از تنوین داره، این علامت نشان از تنوین داره. اگر زیر خط هم دو تا علامت ببینیم، دو تا کسره با هم ببینیم، این هم نشان از تنوین داره. اگر دو تا ضمه به این شکل، حالا فاصله نزدیکتر، یا بعضی وقتا به این شکل می‌نویسن، واو اول می‌نویسن، واو دوم نصفش دیگه نمی‌نویسن، یا حتی برعکس، واو می‌نویسن، واو دیگر اینجوری چپه می‌گذارن، واو دیگر اینجوری چپه می‌گذارن، و مثل شیش انگلیسی که اینطور قرار بگیره. اینها همه یک تنوینای حالت رفع است. حالا این تنوین اولی رو تنوین نصب بهش میگن، تنوین نصب هم میگن، این رو تنوین جر میگن، این رو تنوین رفع میگن در اسمای عربیش. اسمش مهم نیست، مهم اینه که ما بدونیم تلفظش چطوره. تلفظ های اینها، این تنوین ان هست، ان همون فتحه ای که به همراه یک نون میاد، ا، یک نون اضافه میکنیم، این فتحه دوم نماد یک نونه، ان، این میشه ان، این یکی میشه اون، ان، ان، اون، همون فتح ا، ا، او هست که یک نون به فتح و کسره و ضمه اضافه میشه، میشه ان، ان، اون. این شکل تنوین بود. ما مثال هایی رو هم در برنامه گذاشته در باب تنوین داشتیم که با هم مثال ها رو یک مرور دیگه میکنیم تا باز ان شاء الله به درس امروز برسیم. در تنوین ان
یا همون جایی که دو تا فتحه روی هم قرار میگیره. مثال هایی رو با هم ببینیم. مثلا در این تصویری که مشاهده میکنید، در این تصویر ما تنوین ان رو داریم، این علامت تنوینه، بالای حرف قرار میگیره و این ستون سمت چپ، ستون سمت چپ نحوه نوشتنش در مصحفه، در قرآن ها این به این شکل نوشته میشه، ستون سبزنگ سمت چپ. مثلا این کلمه اولی رو اگر با هم ببینیم، این کلمه ابدن خونده میشه، ابدن خونده میشه و این میشه ابدن. در اصل این بوده ابدن، دن، یک نون ساکن که بعد از فتحه قرار گرفته، بعد از دالی که مفتوح هست، این نون حذف میشه، به جاش یک علامت بالای فتحه گذاشته میشه، بالای این فتحه یک علامت اضافه میشه، میشه این، میشه این دوتا تنوینای سمت راست، میشه این تنوینی که این بالای ابدن هست. این ابدن این نون را حذف میکنیم، به جای این نون یک تنوین این بالا روی فتحه یک علامت دیگه اضافه میکنیم. اینجا این دال، این ابدا، این همون فتحه خود دال که اینجا بود، این فتحه دومی که اینجا اضافه میشه که تنوین رو تشکیل میده، نشان از آن نون ساکن است، این نون ساکنی که اینجا حذف شده. به همین خاطر ما وقتی که تلفظش میکنیم، این فتحه دار رو سر جاش میگذاریم، اون دومی رو یک نون فرض میکنیم، اینجوری میخونیم ابدن، ابدن، دن، ابدن. این الف، این الف در هنگام وقف، در هنگام وقف اگر ابدن رو ما اینجا وقف بکنیم آخر کلمه باشه، یک درسی در باب وقف ما داریم انشاءالله، این رو در برنامه بعد انشاءالله بهش میرسیم. اگر اینجا وقف کردیم دیگه نمیشه ابدن، میشه ابدا، این نون تلفظ نمیشه، بخاطر همین الف اینجا نوشته میشه. اما اگر وصل بکنیم، بخوایم بریم نخوایم اینجا وایستیم، این ابدن خونده میشه. مثال بعدی، مثال درباره وقف، زیاد نگران نباشید عزیزان، انشاءالله ما در برنامه وقف، ما بعضی علائم رو در شروع، شاید انشاءالله این تمرین ها وقتی شروع بکنیم مصحف رو از ابتدا به تمرین کردن، اول مجبوریم تمام قواعد رو که نیاز داریم اول معرفی بکنیم، بعد بریم سراغ این قواعد رو به صورت عملی تر روی مصحف پیاده بکنیم. انشاءالله عزیزانی شاید باشن که هنوز بگن ما احساس بکنن که خیلی چیزها رو هنوز ما نمیتونیم بخونیم، مصحف رو که باز میکنیم، نگران نباشید، ما دو تا برنامه دیگه هم انشاءالله نهایتاً در معرفی قواعد خواهیم داشت. بعد شروع میکنیم از ابتدای کلام الله مجید با شما انشاءالله مصحف رو خط به خط و کلمه به کلمه با شما عزیزان پیش میگیریم و پیش میریم و هر آن چیزی که یاد گرفتیم رو اونجا عملی‌تر انجام میدیم و من یقین دارم که انشاءالله بیاری الله متعال در اون تمرینات خود مصحف که شروع بکنیم، تمام اشکال های شما و تمام سختی های کار بر شما آسان خواهد شد. فقط یکمی صبوری بکنید، به هر راهی هست که ما نیاز به صبر داریم، نمیتونیم در یک برنامه همه چیز رو بیان بکنیم و نمیشه. خب برگردیم به تمرین خودمون. در این تصویر، تصویر تمرین دومی، در اصل ما میبینیم که در مصحف اینطور نوشته میشه، کلمه صحوفن، صحوفن، اما در خوندن اینطور میخونیم، در خوندن اینطور خونده میشه، صحوفن، صحوفن. این فتحه نون سر جاشه، ف، یک نون به این ف اضافه میشه، نون ساکن، چون ساکن نون، بعد ما با قبلش بخونیم دیگه، صحوفن، صحوفن، فن. اینجا رسولن هم به همین شکل، کلمه بعدی رسولن، رسولن، و همینطور کتابن. خلاصه این بحث اینه که شما هر جا یک تنوین دیدید که دو تا فتحه مثل هم بود، یک دفعه اون حرفی رو که روش تنوین داره با فتحه خود اون میخونید، کتاب، این یک نون ساکن رو آخرش بعد اضافه کنید، کتابن، کتابن، رسولن، رسولن. این مثال هایی بود از تنوین ان، یا تلفظش ان، اسمش این نیست، اسمش میگن تنوین نصب. و در مثال بعدی، تنوینی که دو تا کسره داشته باشم، شکل خوندن همینه، فقط اونجا، اینجا میشد ان، اونجا میشه ان، کسره صدای ا داره، اینجا فتحه بود صدای ا میگرفت، اونجا کسره صدای ا میگرفت، عیناً همینه. هر جا که تنوین ان رو ما دیدیم یا تنوین جر رو ما دیدیم روی یک، زیر یک حرفی،
یک بار اون رو به همراه همون کسره میخونیم، یک بارم یک نون ساکن به همین کسره اضافه میکنیم دیگه. یعنی بعد کسره رو به همراه یک نون ساکن بخونیم، دقیق تر بگیم این میشه تعبیر. تمرین رو با هم ببینیم، هفته پیش هم داشتیم، دوباره تکرارش خالی از افاده نخواهد بود. در مصحف قرآنی ما کلمه شیئن رو به این شکل میبینیم، شیئن رو به این شکل میبینیم نوشتنش رو. اینجا در اصل نوشتش اینه در سمت چپ، اما به این شکل خونده میشه، شیئن. این تا اینجا که شی مشکلی نداره، تو این ستونم شی، این همزه ا یک کسره زیر که شکل تنوین رو ایجاد کرده نشان از نون ساکن محذوف داره و اینجا ان میشه ان، مثل فتحه که میشد ان اینجا میشه ان. مثال بعدی هم همینطور، ما شکل نوشته این گونه هست در مصحف، اما شکل خوندن فرق میکنه. اینجا باز یک تنوین و تشدید با هم قاطی شده، تنوین رو هم داریم تشدید هم داریم. گفتیم که تشدید نشان از چی بود؟ نشان از این بود که دو تا حرف هست. این لام الان اینجا دو تا لام داریم، کل ل، یک بار تنها با مقرب خونده میشه، تشدید یک بار با مقرب خونده میشه، میشه کل. یک بارم به همراه حرکتی که این زیر کسره بوده در است، کل ل، اما چون دو تا کسره است یعنی تنوین، یک نون ساکن هم در آخر بعد اضافه بکنیم، کل لن، همین چیزی که سمت راست نوشتیم، کل لن، کل لن. مثال بعدی رو با هم ببینیم. مثال بعدی جو عین، این به این شکل خونده میشه، جو عین. این تنوین زیر عین دلالت داره، یکیش که همون کسره خود عینه که اینجا بود، در اینجا داشتیم ما این کسره عینه که اینجا داشتیم، اینجا سر جاش هست، این بالایی. این دومی، کسره دومی که تنوین رو با هم تشکیل دادن، دوتا کسره تنوین ان یا تنوین جر، نشان از اون نون ساکن داره و همین خاطر میگیم جو عین، جو عین، عین لن. اینها مثال های بالایی هم میشه، جو عین در مثال بعدی داشتیم، مثال بالایی کل لن. در مثال پایینی هم همینطور، فم لن لن لن، اینجا فم لن اینطور خونده میشه، فال لن. این مثال تنوین جر، تنوین به حال ان هست. و مثل اینن، مثل تنوین نصب یا تنوین ان، ان اینا هر دوتاشون به یک شکل خونده میشن، همون حرفی که روی اون تنوین قرار میگیره رو ما یک نون ساکن اضافه میکنیم بهش، همین کل لن، کل لن، شی ان، جو عین. مثلا در مثال فتح هم همینطور بود در تنوین نصب. تنوین بعدی یا تنوین رفع یا اون، باز هم دقیقا همین حکایت اونجا هم تکرار میشه، فقط تفاوتش اینه که اینجا به جای در تنوین اون ما فقط ضمه اضافه میکنیم، ضمه اضافه میشه. مثلا مثالاشو با هم ببینیم. در این حرف ها سمت چپ نحوه نوشتنشه، سمت راست نحوه تلفظش. ما اینطور تلفظ میکنیم، احدون، اینطور می نویسیم، احدون، احدون. اینجا که دوتا شد، حالا چه گفتیم به این شکل، چه دوتا کناره هم، چه یکی چپه، برحال شکل سه شکل مختلف نوشته میشه در مصحفهای مختلف، همش یک چیزه، همون تنوین آنه. حالا در این تنوین ما چطور می خونیم؟ احدون، دون، همین چیزی که اینجاست، احدون. در این رسو، رسو، این واو زمه بعدش واو اومده، ما گفتیم در درس کشیده، صداهای کشیده گفتیم هرگاه بعد زمه واو ساکن اومد دیگه نمیشه او، میشه او، این میشه رسو، رسو، نمیشه رسو، رسو نمیشه، رسو لون، لون. لام تنوین اومده بعدش، روی لام تنوین داره، یعنی چی؟ یعنی این لام به همراه یک نون ساکن باید خونده بشه، لون. این دال به همراه یک نون ساکن بعد خونده بشه، احدون، رسولون. بعدش در مثال بعدی، مثال بعدی هم باز همین حکایت تکرار میشه، ما اینجا روی دال و روی را تنوین داریم، یعنی در نهایت یک صدای نون باید باشه، اما اینجا باید دقت بکنیم که چون یک تشدید هم داریم به این معناست که این دال یا این را باید دو بار خونده بشه، بعد دوبار خونده بشه.
چکار میکنیم؟ یک بار چون تشدید داره به کمک ما قبل میخونیمش اشد اشد اشد، یک بار به کمک ما قبل به صورت ساکن اشد، یک بار دیگه خودش تنها خونده میشه با حرکت بالا، و چون تنوین یک نون هم بعد آخرش اضافه کن، اشد دون اشد دون اشد دون، همون چیزی که سمت راست نوشتیم. این دوتا دال که اینجا نوشتیم سمت راست به خاطر این تشدید یکی اینجاست، تشدید دلالت بر دوتا دال داره که اولی ساکن بعدی حرکت داشته، به خاطر تخفیف به خاطر زیبایی نوشته ما یکی از دالها رو حذف کردیم، دال ساکن اولی رو، دال دوم رو سر جاش گذاشتیم اینجا سمت چپ، و چیکار کردیم؟ خب اون دالی رو که حذف شده بود دال ساکن به جاش یک تشدید گذاشتیم تا نشانه ای باشه از حذف این دال ساکنی که حذف شد، و این نون هم، این نون ساکن رو هم از آخر برداشتیم به جاش روی این ضمه دال دوباره یک واو کوچولوی دیگه هم گذاشتیم تا دلالت بکنه بر اون تنوینی که حذف شده. پس اینجا ببینیم این کلمه دال نشان از سه چیز داره، دو تا دال، یک نون هم هست، این تشدید نشان از دو تا دال داره، این ضمه که دو تا پشت سر هم هست نشانه از یک نون محذوف هم داره. پس اینجا این دال با تشدید و تنوینش میشه این سه تا، دو تا دال با یک نون ساکن، اشد دون اشد دون. دال یک بار با کمک ما قبل خونده میشه، یک بارم به همراه نون ساکن به خاطر تنوینی که داره، اشد دون. در کلمه شرون هم دقیقا همین نکته تکرار میشه، اینجا هم ما ری مشدد نشان از دو تا را داره که اولی ساکنه باید به کمک ما قبل خونده بشه، شر حالا دومی که باید خونده بشه به همراه حرکت بالای تشدید باید خونده بشه، این حرکت چون تنوینه نشان از یک نون ساکن هم داره میشه شر رون رون شر رون، تکرار دوباره ای را به خاطر تشدیده و نون به خاطر تنوین بالای تشدید، شر رون، همین چیزی که سمت راست نوشتیم، شر رون. اینا نمونه هایی بود که ما در برنامه گذشته هم خدمت شما عزیزان اینها رو گفتیم و درس برنامه‌های گذشته بود، درس‌های برنامه‌های گذشته. در برنامه امروز به همراه شما عزیزان می‌خوایم درباره یک قاعده دیگه از قواعد روخانی صحبت بکنیم. ما در عربی به مانند فارسی حروفی داریم که نوشته میشه اما خوانده نمیشه. ما در فارسی هم این قاعده رو داریم. ما در فارسی هم در نوشتار فارسی حروفی داریم که می نویسیم احیانا اما نمی خونیم. مثلا حرف واو رو ما در کلمه مثلا خواهر ما نمی نویسیم خواهر با الف خ الف، خواهر می نویسیم، خواهر می نویسیم اما خواهر می خونیم، اون واو رو می نویسیم اما نمی خونیم. یا مثلا کلمه خواندن، خواندن رو در فارسی ما وقتی می نویسیم خواندن، خواندن می نویسیم اما اون واوی که می نویسیم خوانده نمیشه، خواندن می خونیم. یا مثلا کلمه عیسی و موسی رو هم ما در فارسی با یا می نویسیم موسی رو اما الف می خونیم. اصلا در موضوع حروف ناخوانا ما در فارسی کمترن، مثالاش در عربی بیشترن. ما در عربی هم حروف ناخوانا داریم، ناخوانا، همین عنوان ناخوانا هم ناخوانا می نویسیم، ناخوانا می خونیم، وابشو نمی خونیم، وابش خونده نمیشه دیگه، ناخوانا می نویسیم اما ناخوانا می خونیم چون وابو نمی خونیم. یک حروف ناخوانا ما داریم، حروفی که نوشته میشن اما خونده نمیشن. در عربی نحوه تشخیص حروفی که خوانده نمیشن راحت تره تا عرب تا فارسی. در فارسی ما نمیفهمیم که کجا بنوشته میشه، یه چیز سماییه، مثلا باید یاد بگیریم حتما. خواهر رو با باب می نویسیم، خواهر می خونیم، چرا هم نداره دیگه، همین جوریه. اگر کسی خواهر نوشت با الف می خندن بهش، می گنم این طرف سواد نداره چطور بنویسه خواهر رو، در حالی که در تلفظ درست نوشته، مثلا خ الف هاره، خواهر رو مثلا بدون واب بنویسه، خواهر بنویسه، درست نوشته، تلفظش درسته اما خب کتابتش اشتباست. حالا نریم تو ریشه لغتش که چرا نوشته میشه چرا نوشته نمیشه، اما هست. اینا تو قواعد دستور زبان، هر زبانی از خودش حروفی داره. در انگلیسی هم ما داریم که چیز دیگه نوشته میشه، مثلا او ا و این حرفایی هست که چند تا صدا داره، صداهای مختلف نوشته میشه و شکل‌های مختلف. در عربی ما 4 حرف داریم
که این چهار حرف در برخی اوقات، چهار حرف از همون 28 حرف حروف الفبای عربی در برخی از مواقع خونده نمیشن. این چهار حرف بعضی وقتها خونده نمیشن. این چهار حرف چیان؟ الف، لام، واو و یاست. چهار حرف ناخوانا داره. این چهار حرف که با هم میبینیم در این تصویر، این چهار حرف رو میبینیم با هم. حرف الف، لام، واو و یا احیانا در برخی از موارد خونده نمیشن. این چهار حرف در ادبیات عرب بعضی اوقات خونده نمیشن. حالا اینکه چه موقع اینا خونده نمیشن، یک میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم میریم سراغ اصل موضوع. با حرف الف شروع میکنیم. الف یک کمی قیل و قالش بیشتره نسبت به لام و واو و یا. لام و واو و یا خیلی ساده است. هر وقت لام یا واو یا هیچ حرکتی روشون نبود خونده نمیشن، به همین سادگی. هر وقت لام و یا واو و یا هیچ حرکتی روشون نبود خونده نمیشن، به همین سادگی. نه ساکن روشون هست نه هیچ. اما روی الف یک کمی قیل و قال هست. پس لام و واو و یا که ساده شد، تموم شد، حل شد، فقط مونده یک. لام، واو یا هر جا که روش حرکتی نبود در عربی اصلا اون حرف لام خونده نمیشه. نه که ساکن بخونیم مثلا به کمک ما قبل بخونیم، نه اصلا انگار که نیست، اصلا این لام وجود نداره انگار، یا این واو اصلا انگار که وجود نداره، یا این یا اصلا انگار که وجود نداره. نه که ساکن بخونیمش به کمک ما قبل بخونیم مثلا بگیم ال، نه اصلا این لام رو نمیخونیم، لامی که حرکت نداره، یا هیچی روش نیست، هیچ علامتی روش نباشه، یا واوی که هیچ علامتی روش نیست، یا یایی که هیچ علامتی روش نیست، این رو اصلا نمیخونیم. البته یایی که در وسط حرف باشه اون فرق میکنه، یایی که در آخر قرار میگیره. حالا باز در تمرینات بهش بیشتر میرسیم. یا برنامه ببینیم، برگردیم بریم سراغ الف، ببینیم الف در چه مواردی خونده نمیشه و نشانه هایی که در مصحف بر روی الف قرار میگیره. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة أسار في درب النبي صحب وأشرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم می‌فرماید در روز قیامت به حافظ و همدم قرآن گفته می‌شود بخوان و بالا برو و تلاوت کن چنان که در دنیا تلاوت می نمودی، همانا جایگاه تو نزد آخرین آیه ایست که می خوانی. الف یکی از حروف ناخواناست که در برخی از موارد خونده نمیشه. هر وقت الف، لام، واو و یا، چهار حرف الف، لام، واو، یا هیچ حرکتی نداشتن، هیچ کدومشون خونده نمیشن. در این قاعده مشترکن. الف، لام، واو، یا هر وقت که هیچ علامتی روشون نبود خونده نمیشن در هیچ حالت. این یک مورد. اما الف یک کمی بعضی وقتها یک علامتهای روش قرار میگیره که این علامتها، علامتهایی که روش قرار میگیره، این علامتها نیاز به دقت داره و این علامتها، یکی از این علامتها یک صاد شبیه صاده. حرف صاد رو که وقتی می نویسیم انگار که آخرش رو قیچی کرده باشن، کله صاد رو گذاشته باشن روی یک الف. شکلش رو با هم ببینیم. این شکلی که میبینی سمت راست، این یک الف هست، این یک الفه
که روش یک صاد قرار گرفته. این علامتی که این بالا هست یک کله ساده، سادی که از اینجا بریدنش ادامهش رو. این ساد مثلا همین این تو این پس زمینه نگاه کنید، این شکلی که اینجا هست شکل ضاد، البته این مثلا همین رو تا اینجا همین یک تیکه که تا اینجا هست اینو میبرن میذارنش اینجا. این ساد، این الفی که روش یک ساد قرار گرفته، این ساد یعنی چی؟ این ساد از کلمه وصل گرفته شده، کلمه وصل. این ساد از کلمه وصل گرفته شده، وصل یعنی همون در هنگام وصل، وصل بودن، وصل شدن. کلمه مثلا وصال، وصال هم از همین صیغه است، از همین مصدر. وصل، وصل شدن. این الف، الفی که علامت ساد نصفه روش هست، این به چه معناست؟ این به این معناست که این الف در هنگام وصل، این ساد نماد وصله، این ساد از کلمه وصل گرفته شده، یعنی این الف در حالتی که ساد داره، در حالتی که وصل شده، در حالتی که وسط کلمه قرار میگیره، یعنی اینکه این خودش ابتدای کلمه نیست، ابتدای کلمه نیست، قبل و بعدش به هم وصل شدن، قبلش و بعدش به هم وصلن، این در هنگام وصل خونده نمیشه. این در هنگام وصل کلمه ما بعدش و کلمه ما قبل، این الف وسط قرار میگیره، الفی وسط قرار میگیره، یک کلمه قبلش هست، یک کلمه بعدش هست، حرفی قبلش هست، چیزهایی بعدش هست، اینا قبل و بعد به هم وصل میشن، این وسط این میمونه. این علامت، الفی که روش علامت صاد داره، هر وقت وسط حرفی قرار گرفت خونده نمیشه. هر وقت الفی که علامت صاد روش داره، یعنی الف وصل، همزه وصل به تعبیر دیگری، این در وسط قرار گرفت خونده نمیشه. مثلا مثال ها رو با هم ببینیم. در این مثال ها ما همین الفی رو داریم که اینجا علامت صاد روش است، یعنی وصل. در این کلمه شما در مصاحف قرآنی همچین شکلی رو میبینید. این الف هایی که رنگ قرمز این وسط نوشتیم روشون یک صاد کوچولو شما میبینید. مثلا در این کلمه بل یومه، مثلا شما این رو اگر بخواید ببینید یک الف میبینید که روش صادی داره. حالا این یعنی چی؟ یعنی اینکه این الف الان که قبل و بعدش به هم وصل شدن دیگه این خونده نمیشه، این الف خونده نمیشه. هر وقت این الف با این علامت صاد، الفی که یک صاد کوچک بر روی اون هست، در وسط کلمه قرار گرفت، قبل و بعدش به هم وصل بود، قبلش هم چیزهای کلماتی حروفی هستن، بعدش هم هست، در وسط وصل کرده قبل و بعد رو به هم، خودش فدا میشه و خونده نمیشه، فدای وصل دیگران میشه. این دیگه خودش رو قربانی میکنه تا دیگران به هم برسن، این دیگه آخر رفاقت. این الف حذف میشه، این الف وصل، این حذف میشه. ما اینو چطور میخونیم این کلمه رو؟ ما اصلا فهم میکنیم این وجود نداره، ما اصلا فهم میکنیم این الفی که روش ساده است وجود ندار. مستقیم به بعد از این یک لام ساکن داریم، این لام ساکن چون ساکنه به کمک ما قبل نیاز داره، به کمک به خونده میشه. بل 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 یو یو مه یو مه، این هم گفتیم بعضی وقتا ساکن به شکل داشته میشه، یو مه، در بعضی مصاحف اینطوری می‌نویسن. بل یو مه یو مه بل یومی، اینجا الف هیچ نقشی نداره، این الف اصلا هیچ تلفظ نمیشه، چون حرف این وصل، این الفی که وسط روش صاد هست، در وسط اگر قرار گرفت خونده نمیشه. مثال بعدی باز در همین کلمه بل قلمی، ما در این کلمه هم همین حکایت رو داریم. ب اینجا الفی که روش صاد هست، یعنی وصل، الف وصل که ما قبل خودش رو به ما بعد خودش وصل کرده، این الف در هنگام وصل ما قبل و ما بعد دیگه خودش خونده نمیشه، نیازی به این نیست. چرا می نویسیمش؟ حالا تو مثالهای بعدی میگیم چه موقع این خودش خونده میشه. این در وقتی که وسط قرار بگیره خونده نمیشه. اینجا میگیم چی؟ میگیم بل بل، این الف راست نمیخونیم، بر رو میچسبونیم به لام چون ساکنه، لام خودش حرکت نداره. بل
قلمی قلمی بالقلمی بالقلمی بالقلمی. این یک مثال دیگه. مثال بعدی رو باز با هم ببینیم. مثال های بعدی در کلمه سومی که ما در صفحه داریم، الان این الف وصل در وسط قرار گرفته و کلمه با واو شروع میشه خودش. این کلمه با واو خودش شروع میشه و خود این واو جز کلمه نیست. اصل کلمه همینه، الفتح. اما این واو ات وقتی که میاد، الان این واو قبلش قرار گرفته و این الف در این وسط قرار گرفته. این لام ساکن، این لام ساکن بعدش سبب میشه که این الف دیگه خونده نشه. ما الان چون این الف حرکتی نداره که ما بخوایم از این کمک بگیریم برای چسبوندن به این لام ساکن، چیکار میکنیم؟ ما این رو نمیخونیم، مستقیم واو رو میچسبونیم به این لام. میگیم ول ول. این ول در بیان بالا هم همین مثال ها رو ما داشتیم. ول فتح اذا جاء نصر الله ول فتح ول فتح ول فتح. این الفی که روش علامت صاد هست خونده نمیشه. ما بعدش لام ساکن رو داریم. لام ساکن نیاز به ما قبل داره. این الف هم خودش حرکتی نداره از خودش که ما بخونیم، هیچ حرکتی روش نیست. این صاد نشان از حرکت نیست، نشان از اینه که در هنگام وصل اینو نباید بخونید، باید حذفش کنید. ما از این کمک میگیریم. ول فتح. مثال بعدی باز همین حکایت تکرار میشه. اینجا الفی که روش علامت صاد هست خونده نمیشه، ما قبلش رو میچسبونیم به بعدش. این الف وسط علامت صاد داره، خونده نمیشه، چون لام ما بعدش ساکنه. این لام ما بعد ساکن نیاز به حرکت داره، ما از حرکت ما قبلش که واو هست کمک میگیریم. ول عصر ول عصر. و این مثال وقتی هست که الف به این شکلی که سمت راست میبینید، الف به این شکلی که سمت راست میبینید، الفی که صاد داره، اگر در وسط حروف یا کلمات قرار گرفت خونده نمیشه، چون خودش حرکتی نداره که کمک بکنه به ما قبلش. و غالبا با الف با لام میاد، در وسط هم که بیاد با الف و لام میاد و لام با اولش همیشه ساکنه. این یک نمونه. پس این الفی رو که یک صاد کوچولو روش داره در وسط حرف ما نمیخونیم. الفی که یک صاد کوچک داره در وسط حرف خونده نمیشه، در هنگام وصل خونده نمیشه. الفی که صاد داره، الف وصل، در هنگام وصل خونده نمیشه. مثال بعدی، بعضی وقتها الف، خب این یک نمونه، چه موقع الف خونده نمیشد؟ الفی که صاد داره در هنگام وصل خونده نمیشه. الف وصل در هنگام وصل خونده نمیشه. این یک. الفی که روش یک علامت حالا شبه سکون در برخی نسخه ها علامت صفر به تعبیر بهتر قرار میگیره. در قرآن های عثمان طه شما در مصحف عثمان طه روی یک الف، بعضی وقتا روی الف ها علامت ساکن نمیبینید، علامت یک صفری میبینید، یک دایره میبینید روش. این نشان از این داره که این الف خونده نمیشه، صفر اصلا. اما این الف غالبا در آخر حروف قرار میگیره، وسط نمیاد. اگر در وسط بیاد الفی که خونده نمیشه، الفی که در وسط خونده نمیشه یک صاد روش میاد، چون در هنگام وصل اون در وسط میاد که وصل بکنه به غربه و وصل در جای میاد که وصل میشه، کلمه ما قبل ما بعد به هم خونده نمیشه. الفی که روش صفر گذاشتن غالبا آخر کلمه میاد و خونده نمیشه. مثالش رو ببینیم. این شکل نوشتاری الف است. اگر دیدید الفی این شکل رو داره، اونجا میگه شکل عمامه است، این عمامه داره، این صفره. این الفی که به این شکل این علامت روش قرار گرفته، این علامت نشان از خوانده نشدن این حرف داره. یعنی اینکه این الف رو صفر فرض کنید، شما اصلا نخونیدش و همیشه غالبا در آخر میاد. به این شکل نگاه کنید، آخر حروف میاد، نوشته میشه اما خونده نمیشه. به این شکل میبینید تو مصحف عثمان طه شما این الف رو اینجا روش صفر میبینید. در قرآن پاکستانی این صفر رو شما روی حرف ما قبلش میبینید، روی حرف ما قبلش میبینید. خب الان ما اینو چطور میخونیم؟ این رو ما مثلا کلمه اول رو بخوایم بخونیم چطور میخونیم؟ این همزه فتحه داره، ا بعد از فتحه الف اومده. ما گفتیم در حروف کشیده ا
ای او اگر بعد از فتحه الف می اومد که هم جنس فتحه بود چی میشد؟ صدای ان می اومد میشد آ، این میشه آ آ م نو. اینجا صدای آ میاد، اینجا صدای او میاد. چرا؟ بعد از زمه حرف واو اومده، واو ساکن، واوی که ساکن هست، بعد از زمه حرف واو ساکن اومده. اینجا دیگه نمیشه نو، میشه نو نو. آمنو آمنو آمنو. این الف چی کار است اینجا؟ هیچی، فقط نوشته میشه همین. این صفر روش هم دولت به این داره که اصلا خونده نمیشه، این الف اینجا خونده نمیشه. کلمه بعدی کف رو، رو بعد از زمه واو ساکن اومده، اینجا میشه او. کف رو، رو کف رو. این الف چی کار است؟ هیچ، خونده نمیشه. در مثال بعدی باز همین الف رو ما میبینیم در آخر حرف است، مثال قامو. اینجا قا قا، این ساکن نبود، این ساکن نبود بهتر بود، این ساکن نوشته نمیشه در چیز، این اشتباه تایپی است. قا قا مو مو قا مو. اگه نوشته هم بشه اشکالی نداره، ولی روی این الف، الفه که ساکن است، غالبا نمی نویسن ساکنش رو. قا مو مو. این الفی که روش این صفر گذاشته شده، این خونده نمیشه. در مثال بعدی هم، مثال آخری، باز میبینیم با هم. خو ذو ذو خذو خذو. این الف اینجا میاد اما خونده نمیشه. الفی که به این شکل روش یک صفر میبینید، این الف خونده نمیشه و در آخر قرار میگیره، آخر افعال میاد بیشتر. این الفی که در آخر افعال میاد خونده نمیشه. اما این دوتا، پس تا الان ما دوتا الف رو گفتیم که الف ها در دو حالت خونده نمیشن. الف وصل اگر در آخر اومد، الف در آخر بیاد یک صفر روش باشه، خونده نمیشه. اگر در وسط کلمه بیاد که یک صاد روش هست، بازم خونده نمیشه. و اگر الف در وسط اومد و هیچ حرفی نداشت، که گفتیم همون اول گفتیم الف، واو، لام، یا هیچ حرکتی نداشت، که اصلا خونده نمیشه، همشون خونده نمیشن. اما الف اگر یک صفر هم روش بود خونده نمیشه، در آخر میاد. الفی که صاد روش باشه، در وسط باشه، خونده نمیشه. اما اگر الف صاد داشت، در وسط نبود، در ابتدا اومد، اون موقع چیکارش کنیم؟ مثلا اگر شما دقت کرده باشید در سوره الحمد، ابتدای سوره فاتحه رو اگر باز کرده باشین، میبینید که الحمدلله رب العالمین، مثلا خود کلمه الحمد یک الف روش داره که یک صادی روش هست. یا در همین سوره الرحمن الرحیم، روی الرحمن باز همین رو ما داریم. اگر باز روی کلمه اهتنا دقت بکنیم، باز همین رو اونجا هم داره. مثالی رو ببینیم در ابتدا، اگر مثال‌هایی رو با هم می‌بینیم. حالا اگر ما همین همزه‌ای که روش صاد داشت، گفتیم این همزه‌ای که صاد داره، اگر وسط بیاد در هنگام وصل خونده نمیشه. اما اگر اول اومد چی؟ اول آیه است. این همزه هم هست، یک صاد هم روشه. الف یک صاد روشه، اول آیه هم هست. حالا اینو چیکارش کنیم؟ اینو چطور بخونیمش یا نخونیمش؟ این رو اگر خواستیم ما نخونیم، یک راه هست که نخونیم. همون کاری رو بکنیم که با مثال قبلی کردیم. این همزه ای که صاد روش هست، اگر در وسط قرار بگیره خونده نمیشه. آیه قبلی رو بچسبونیم به این آیه، آیه قبلی رو بچسبونیم به این آیه. مثلا در الحمدلله رب العالمین بگیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد، اون رو بچسبونیم به این. اما اگر بخوایم خودش رو تنها بخونیم، حرف همزه ای که صاد داره، تصویر ببینیم محمد جان با هم. در این تصویر همین الفی که صاد داره، الفی که روش یک صاد کوچیک است، این الفی که روش یک صاد کوچیک است، اگر در ابتدای کلمات آمد، مثل این کلماتی که در ستون سمت راست می‌بینیم، سوره الحمد شما اگر باز بکنید در مصحف عثمان‌طاها، مثلا این شکل رو می‌بینید روش، این الفی می‌بینید که حرکتی هم نداره، یک صاد روش نوشته شده فقط.
اگر این الفی که صاد داره در ابتدای کلمات اومد، این رو چطور میخونیم؟ اینو خوب دقت کنیم، اینو دقت کنیم. اگر الف در ابتدای کلماتی اومد، الفی که صاد داره در ابتدای کلمات اومد، یه کمی اینو دقت بکنید ان شاء الله. از این رد بشیم دیگه روخانی رو قواعدش رو تمام کردیم. همین دقت بکنید، این نکته مهمی است. شاید این نکته مهمترین نکته ای که در خیلی از عزیزان درش مشکل دارن، یه کمی من سعی میکنم ساده تر مطرحش بکنیم. این الفی که روش یک صاد کوچولو داره، اینو خوب دقت کنید. الفی که روش یک صاد کوچیک داره، اگر قبل و بعد این الف رو به هم وصلش کنید، بچسبونید به هم، اصلا نیاز به خوندن نیست، خونده نمیشه. اما اگر در ابتدای کلمه قرار گرفت، ابتدای آیه قرار گرفت، چطور خونده میشه؟ یا ما اصلا خواستیم از ابتدای همین کلمه شروع کنیم، چطور بخونیم؟ اینو دقت کنید. خیلی ساده است. نگاه میکنیم به بعدش. اگر بعد از این الفی که صاد داشت کوچولو لام بود، اگر بعدش لام بود، غالبا بعدش لام میاد. خیلی جاها الف و لام با هم ال، چون در عربی ال زیاد داره، ال 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 زیاد میاد. اگر بعد از این الفی که صاد کوچیک روش هست حرف لام بود، ما به این همیشه فتحه میدیم، همیشه این رو با صدای ا میخونیم، مثل الحمدو، مثل الرحمن الرحیم، چون بعدش لام داره. اگر بعدش لام داشت همیشه به این صدای چی میدیم؟ صدای ا. مثلا مثالاشو با هم ببینیم. در این مثال ها بعد از این الفی که شما میبینید، این الفی که صاد داره، یعنی الفی که در هنگام وصل خونده نمیشه، اگر خودش اول قرار گرفت و چیزی قبلش نبود که بچسبه و وصل بکنه به ما بعدش دوتا کلمه رو، خودش در ابتدا هست، حالا ما چطور بخونیم؟ لام که ساکنه، خود لام که بعد نیاز به ما قبل داره، الان این لام ساکنه، لام اینجا ساکنه، اینجا لام تشدید داره، بازم یعنی همون لام ساکنه، اینجا در این کلمه هم باز لام ساکن، الهجر اینجا باز لام ساکنه، و ابتدای به ساکن امکان پذیر نیست. ما چطور با ساکن شروع بکنیم؟ ساکن خودش حرکتی نیست، همیشه نیاز به ما قبل داره. ما چیکار میکنیم؟ ما قبل هم که ما یک الفی داریم که صاد داره، این علامتی نداره، چه حرکتی به این الف بدیم که ما بتونیم این بخونیمش این رو الان، چون لام نیاز داره به ما قبلش. ما اگر بعد از این الفی که صاد داشت لام اومد، همیشه به این الف صدای ا میدیم، چطور میخونیم؟ مثلا همین کلمه اول رو، الان ما لام داریم، نیاز به کمک ما قبلش داریم، الان خودش هم که این آقام که خودش هیچ حرکتی نداره، چیکارش کنیم؟ یک حرکت ا به این میدیم، این میشه چی؟ اینطور میخونیم. بریم تو ستون روبرو، ستون روبروش اینطوری میخونیمش، یک حرکت فتح به این الف میدیم، میشه ال هم دو، ال هم دو. به این راحت. اگر این الفی که صاد داره در ابتدای کلماتی اومد که بعد از الف لام بود، بعد از الف حرف لام قرار داشت، هر این لام بعد از الف لام اومد، شما به الف چی میدید؟ حرکت فتحه میدید، میشه الحمد. به این شکل سمت چپ الحمد. در مثال بعدی اینجا ما لام داریم بعد از الف ال، این لام تشدید هم داره، در از دو تا لامه، یک بار ساکنه که باید با کمک ما قبل خونده بشه، یک بار خودش به همراه فتحه روش خونده میشه. حالا این یک بار با کمک ما قبل، ما یک صدای فتحه به این الف میدیم، میشه این سمت چپ، ستون سمت چپ ا، یک بار میچسبه به لام ال ال، چون لام هر حرفی که تشدید داره باید دو بار خونده بشه، یک بار با کمک ما قبل، یک بار خودش به همراه فتحه که روی تشدید یا زیر تشدید است. ال لا الا تا اینجا الا، ذی ذی بعد از کسره صدای یا اومده، بعد از کسره حرف یا اومده، میشه ای ذی ذی، نمیگیم ذ، ذی میکشیم. الذین ال لذین ال لذین الذین. اینجا ما در مثال سمت راستش الفی که علامت صاد داشت، هیچ کسی رو، هیچ چیزی رو به هیچ چیزی وصل نکرد، این اگر چیزی رو به قبلش به بعدش وصل می کرد، خودش فدا می شد، خونده نمی شد. اما این آقا الان هیچ هنری نکرده، الف وصل این اول همینجور خودش وایستاده، ما هم نیاز به حرکت داریم، نیاز به حرکت داریم، چون بعدش لامه،
ساکن داریم، به خاطر این بین یک فتحه میدیم. هر وقت بعد از الف وصل یا همون همزه وصل یا الفی که روش صاد داره لام بیاد، خود به خود بین الف در ابتدای حروف، در ابتدای کلمات، در ابتدای آیات، در ابتدای جملات، بین الف ما یک حرکت فتحه میدیم. این حرکت فتحه که بشه مثلا این مثال بعدی، اینجا هم لام خودش ساکنه، نیاز به ما قبلش داره، این آقام که حرکتی نداره از خودش، چیکارش کنیم؟ یک فتحه بین میدیم که حداقل بتونیم بخونیم اینو. چیکارش میکنیم؟ یک فتحه بین الف میدیم میشه ا، لام رو به کمک این ا فتحه‌ای که به الف دادیم میخونیم، ال حجر، ال حجر. در مثال پایین، این مثال کتاب، اینجا باز همین مشکل داریم، این الف قبلش هم هیچی نیست، خودش اول آیه است یا اول کلمه است یا اول جمله است، میخوایم اینجا شروع بکنیم بخوندن، بعدش هم لامه، بعد از این لام، لام هم ساکنه، نیاز به معقب داره، این هم که حرکتی نداره، یک حرکت فتحه بش میدیم. سمت چپ مثال این ا، یک ا که بین بدیم مشکل حل دیگه، یک فتحه که بین بدیم، این لام با کمک این خونده میشه ال کتابو، کی تا، این الف کوچولوی روی ت فتحه بعدش آمده، این چی میشه؟ نمیشه تا کی تا، نمیشه کی تا، کتابو ال کتابو ال کتابو. این وقتی که خودش تنها در ابتدا بیاد، اما مثلا اگر قبلش کلمه دیگه باشه مثل ذالیکا در ابتدای سوره بقره داشتیم، ذالیکا، اون موقع دیگه این الف این وسط خونده نمیشد. اگر ما قبل این فعلا ما یک چیز دیگه می نوشتیم مثل ذالیکا میشد ذالیکل، ذالیکل، اون کاف می چسبید به لام، این الف دیگه در هنگام وصل خونده نمیشد. این تمرین ها خلاصه این بحث اینه که این الفی که صاد داره روش، این الف صاد دار در هنگام وصل، الف وصل در هنگام وصل ما قبل این الف به ما بعدش خونده نمیشه، اما اگر خودش تنها بود در ابتدا قرار گرفت، در ابتدای آیه مثل الحمدلله رب العالمین یا مثل الرحمن الرحیم، اگه ما نگاه میکنیم چیکار کنیم، چطور بخونیمش، ما نگاه میکنیم به بعدش، اگر بعد از این الف لام آمد همیشه بهش فتحه میدیم، مثل این مثال هایی که اینجا داشتیم. این مثال وقتی بود که بعد از الف وصل لام بیاد. تا اینجا یک خلاصه بکنیم بحثو که سخت نشه. ما گفتیم حروف ناخوانا، حروف ناخوانا حروفی هستند که در شرایطی خاص در مصاحف و در قرآن کریم خونده نمیشه. واو یا بگیم الف، لام، واو، یا، چهار تا حرفن، الف، لام، واو، یا. هر وقت اینا هیچ حرکتی روشون نبود خونده نمیشه، هر چهار تاشون، الف و لام و واو و یا، به همین سادگی. هر وقت اینا هیچ حرکتشون روی اینها نباشه خونده نمیشن. این تمام شد. اما الف از واو و یا و لام کارمون خلاص شد دیگه. اون همینا بود. هر وقت حرکت نداشتن خونده نمیشه. تمام. اما الف یک کمی روش صحبت هست. الف اگر الف خود الف یک صفر روش بود، آخر حرف بود، که اینم خونده نمیشه. اینم تمام شد. اما اگر الفی که، بس ما فقط روی یک موضوعه که باید اینو دقت کنیم، اگر الفی که روش یک صاد کوچولو داریم که نشانه وصل، این صاد از کلمه وصل گرفته شده، یعنی الف وصل، یعنی همزه وصل، اینو چطور میخونیم؟ این اگر در هنگام وصل ما قبل و ما بعد خودش قرار گرفت، یعنی قبلش هم یک کلمه ای هست، بعدش هم یک چیزی هست، ما قبل و بعد رو میخوایم با هم وصل کنیم و وصل میکنیم، این الف خونده نمیشه. این الف وصل این وسط، به خاطر همین هیچ علامت فتح و کسر و ضمه روش نیست، حتی ساکن هم روش نیست، که این هیچ علامتی روش نیست، یک علامت ساده که بستگی داره. یعنی چی این علامت ساد؟ یعنی ما باید ببینیم که وضعیت وصلش چطوره، این بین دو تا چیز قرار گرفته، سبب وصل ما قبل و ما بعد شده یا نشده. اگه سبب وصل ما قبل و ما بعد شده بود خونده نمیشه، اما اگر در ابتدای کلمه یا جمله یا آیه قرار گرفته، حالا دیگه بعد خودش یک فعالیتی از خودش نشون بده دیگه. الان ما نیاز داریم به این که این حرکتی داشته باشه، چون غالبا بعدش چیه؟ ساکنه. خب اگر الفی که صاد داره وسط قرار گرفت که نمیخونیم، تمام. اما اگر الفی که صاد داره روش یک صاد داره در ابتدا قرار گرفت، چطور میخونیم؟ نگاه میکنیم به بعدش. اگر بعدش لام داشت همیشه بهش فتحه میدیم، الحمدو
الکتابو، مثلا الحمد، الکتابو، مثال هایی که موجود، الحجر، و مثال هایی که الفیل مثلا. این از این حالت. اما حالا اومدیم بعد از الف صاددار لام نبود، اومدیم بعد از الف صاددار حرکت لام وجود نداشت. حالا چیکار کنیم؟ مثالش رو ببینیم. مثالش مثلا در این مثال ها ما الان مثال داریم، بعد از الفی که صاد داره اینجا، این الف صاد دار اگر ما قبلش یک چیزی باشه که بچسبه به این که حل مشکل، اصلا خونده نمیشه. اگر ما قبل این کلماتی که ما در ستون سمت راست نوشتیم، این کلمه اضرب، استعینو، اهبطو، ارکعی، اینا اگر ما قبل اینها در این سمت راستشون یک چیزی نوشته باشه که خود به خود اصلا این حذف میشه دیگه، خونده نمیشه. ما قبل میچسبونیم به ما بعد، قبلیه رو میچسبونیم به بعد دیگه. این ساکنه که اینجا هست ما مشکلی نداریم، چون از ما قبلش کمک میگیریم. مثالاشو گفتیم جلوتر. اما وقتی که اول خود اول قرار بگیرم، ما میخوایم از خود همین کلمه شروع بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ ما مثال این، حالا ما در ابتدای مثلا چیز هم داریم، سوره حمد، اهدنا. مثلا در سوره حمد ما داریم اهدنا. یادم از یکی از عزیزان در یکی از برنامه های حفظ قرآن همین سوالو پرسیدن که چرا ما در ابتدای سوره حمد مثلا میگیم الحمدو، با اینکه یک الف هست روش صاد قرار گرفته، اما در اهدنا که میرسیم نمیگیم اهدنا الصراط، میگیم اهدنا، اونجا میگیم ا، اونجا میگیم ا، در حالی که یک الف دو تا هر دو تا روش یک صاد قرار گرفته. فرق برمیگره به ما بعد الف. اگر بعد از الف، الفی که روش صاد داره، الف وصل، بعدش لام بود، همیشه فتحه میگیره، همیشه فتحه میگیره، در هیچ حالت دیگری فتحه نمیگیره. الفی که بعدش الف صاد دار، الف وصل، اگر ما بعدش لام بود فتحه میگیره، در هیچ حالت دیگری فتحه نمیگیره. الفی که صاد داره در همین حالت فقط فتحه میگیره. خب این هم اینو در نظر داشته باشید. حالت فتحه مخصوص وقتی است که بعدش لامه. اگر بعدش لام داشت، ما به این فتحه میدیم در هنگامی که ما از خود کلمه بخوایم شروع کنیم. اگر ما بعدش لام نداشت، فتحه نمیگیره، یا ضمه میگیره یا کسره میگیره. چه موقع کسره میگیره، چه موقع ضمه میگیره؟ اگر حالا ببینیم در مثال، ما بعد حرف لام نداشت، این الف صاد داره، این الف صاد دار، بعدش لام نیست، ضاد. خب الان ما میخوایم این کلمه رو، اگه بخوایم همین کلمه رو بخونیم، چطور باید بخونیم اینو؟ چی باید بیم بدیم؟ خب بعدش ضاد نداره، نگاه میکنیم ساکن که خودش چی دیگه، این بیچاره که خودش محتاجه به یکی دیگه، چیکار میکنیم؟ بعد از ساکن رو نگاه میکنیم، نگاه میکنیم بعد از ساکن چیه. اینجا بعد از ساکن ر، ر چی داره؟ کسره داره، کسره داره، ما به این کسره میدیم، ما به این الف کسره میدیم، تمام. این یک کسره میدیم به این الف. در مثال سمت چپ ببینید، ال رب، ال رب، یه بار دیگه. اگر بعد از این الفی که صاد داره، الف وصل که خودش در هنگام وصل ما قبل و ما بعد خونده نمیشه، اما همین الف اگر در ابتدای کلمه قرار گرفت، ما قبلش هم چیزی نیست که ما بخونیم در نظر نگیریم الف رو، خودش ابتداست. حالا این الف بعدش هم لام نیست، ما گفتید اگر بعد از الف لام باشه مثل الحمد، یک فتحه بهش میدیم میشه الحمد، اما بعد از این الف لام هم نیست، ضاده، ساکنه، چیکارش کنیم؟ نگاه میکنیم بعد ساکن چیه. اگه بعد ساکن کسره بود، بهش کسره میدیم، ال رب، ال رب. مثال بعدی، در این مثال بعد از الفی که صاد داره فتحه نیست، اگر قبلش چیزی می بود که خودش خونده نمی شد اصلا، چون در وسط حذف می شد، اما ابتدای کلمه است، بعدش هم لام نیست که با بین فتحه بدیم. خب چیکار باید بکنیم؟ بعد سین که ساکن است، بعد ساکن رو نگاه میکنیم، بعد ساکن چیه؟ فتحه است. حالا اینو ما چی کار میکنیم؟ اینو دیگه اینجا فتحه نمیدیم، اینجا بازم کسره میدیم، اینو باز هم کسره میدیم، نمیگیم استعینو، بلکه بگیم استعینو. ببینید یک کسره بهش میدیم، استعینو، استعینو. یه کمی کار مشکل شد، برگردیم ببینیم دوباره خلاصه کار رو بریم. گفتیم که همزه وصل، من قبل از برنامه با بچه ها شوخی میکنم، گفتم اگر این همزه وصل رو، این علامتی که روش صاد داره رو، عزیزان امروز انشاءالله
از این درس ناراحت نرن بیرون روخانی یاد گرفتن. این نوک قله است دیگه. آخرین مسئله مشکلی که مطرح میشه در روخانی خیلی راحت حل میشه. من یقین دارم که در روخانی راحت حل میشه مسئله. جان نگران نباشید، فقط دقت کنید. همزه ای که روش صاد داره، همزه وصل، وسط کلمه اومد که خیالمون اصلا راحت، اصلا نمیخونیمش، ولش میکنیم بریم قبل و بعدش میچسبونیم میریم کنار، تمام. ما قبلش رو به ما بعدش میچسبونیم، تمام میشه. اما اگر این خودش در ابتدا بود، نگاه میکنیم به بعدش. اگر حرف بعدش لام بود، همیشه فتحه میدیم، تمام. در هیچ حالت دیگه فتحه نمیگیره. وقتی فتحه میگیره که بعدش لام باشه. خب این یک مورد. این مسئله فتحه حل شد، تمام. اگر ما بعدش لام نبود، الف صاد دار در ابتدای کلمه یا آیه یا جمله، بعدش هم لام نیست، نگاه میکنیم خب بعدش که ساکنه دیگه، هرچی باشه ساکن، بعد ساکن چیه؟ اگه کسره بود کسره میدیم، اگه فتحه بودم باز کسره میدیم. چه فتحه داشته باشه ما بعد ساکن، چه کسره داشته باشه، بازم ما کسره میدیم، صدای ا میدیم. اگه ضمه بود خود ضمه رو میدیم، حله. کسره بود کسره میدیم، ضمه بود ضمه میدیم، مشکل نیست. فقط یک فتحه یک کمی کار ما رو سخت میکنه. کسره بود کسره میگیره، ضمه بود ضمه میگیره، اما اگر فتحه بود فتحه نمیگیره، چون فتحه مخصوص چیه؟ لام داره، مخصوص اون الفایی که بعدش لام داره. الفی که بعدش لام داشت، فقط الف صاد داری که بعدش لام داره، فقط فتحه میگیره. در هنگام بس که نه، در هنگامی که خودش شروع کننده، خودش ابتدای کلام بشه. اما الف صاد داری که بعدش لام نیست، اگه بعد از لام، یک بعدش لام نیست دیگه، یک حرف دیگه است، نگاه میکنیم بعد از ساکن چیه؟ فتحه بود، اگه کسره بود کسره میگیره، ضمه بود ضمه میگیره، اما اگه فتحه بود فتحه میگیره. مثالا رو ببینیم باز انشاءالله بهتر جا میفته. یک بار دیگه تصویر داری احمد جان؟ بله. یک موضوع رو حالا بریم مثال بعدی. مثلا این مثال، این همزه الف همزه دار، این صاد کمی رفته سمت چپ، این بعد این باید تر بعد میبود این طرف، هزا سخت نگیرید. این الف صاد دار، الف وصل، اگر در وسط کلمه بیاد که اصلا کاری بهش نداریم، حذف میشه. اما اگر در ابتدای کلمه اومد، بعدش هم لام بود، فتحه میکرد. بعدش لام نبود، اینجا هی لام نیست، نگاه میکنیم بعدش چیه؟ بعد ساکن چیه؟ کسره است. یه کسره بین میدیم، اهبطو اهبطو، کسره بود بعدش کسره میکرد. خب مثال بعدیم، الف صاد دار اومده، بعدش هم لام نیست که فتحه بدیم، ره هست. بعدش نگاه میکنیم بعد ساکن چیه؟ بعد ساکن فتحه اومده، که چیکار باید بکنیم؟ گفتیم فتحه مخصوص لام بود، اینجا دیگه ما باید کسره بدیم. فقط همین یادتون باشه، بقیه حله. کسره بود کسره میگیره، ضمه بود ضمه میگیره. اگه فتحه بود هم کسره باید بدیم به این، چون فتحه مخصوص وقتی بود که لام باشه بعد از الف. میشه چی؟ ارکعی ارکعی. اهدنا هم همینه، در ابتدای سوره، در سوره مبارکه هم، اهدنا الصراط المستقیم، اونجا هم کلمه اهدنا روی الف یک صاد هست، اهدنا روی الف یک صاد هست، بعد از الف چیه؟ ه. اهدنا ه هست. ه چی داره روی کلمه ه؟ ما ه خود ساکنه، نگاه میکنیم بعد از ه چیه؟ اه ده. دار کسره داره، به خاطر همین به همزه بون الف ما چی دادیم؟ کسره دادیم. اهدنا. اون عزیزی که پرسیده بودن چرا ما در الحمدو میگیم اونجا فتحه میدیم به الف، به اهدنا کسره میدیم، به خاطر همین. بعد از حرفی که الفی که صاد داره اگر لام بود و الف در به شرطی که در ابتدای کلمه قرار بگیره، اگر لام بود همیشه به الف فتحه میدیم، اگر لام نبود یا کسره میگیره یا ضمه. الف اگر بعدش لام باشه فقط فتحه میگیره، اگر لام نباشه یا کسره میگیره یا ضمه. اگر کسره باشه کسره میگیره بعد از ساکن، اگر بعد از ساکن فتحه باشه کسره میگیره، اگر ضمه باشه ضمه میگیره. مثال های ضمه رو ببینیم با هم. الف وصل، همزه وصل، الف صاد دار، وقتی که ما قبلش چیزی نباشه که خودش حذف بشه، بعدش هم لام نباشه که فتحه بگیره، نگاه میکنیم به ما بعد ساکن. ساکن چیه؟ اینجا دال ساکنه، خب کاری نداریم. بعدش چیه؟ بعدش ضمه است، ما بین ضمه میدیم. اد او، مثل این، اینجوری میشه. اد او. مثال بعدی، الف صاد اومده، بعدش لام نیست، غیر لام، پس فتحه نمیگیره.
خب چی میگیره؟ نگاه کنیم بعد ساکن چی داره؟ بعد ساکن زمه است. حرف بعدیش زمه داره. بو. پس ما بین الف زمه میده. میشه چی؟ او بودو. او بودو. مثال بعدی. اینجا الان همچین کلمه رو شما بیاید بخونید چطور میخونید اینو؟ این الف ساکن خودش حرکت نداره. ما قبلش هم که چیزی نیست که بچسبونیم به این سین که این الف اصلا نخونیم دستش راحت شیم. قبلش هم چیزی نیست. چیکار باید بکنیم؟ باید از خود این یک حرکتی بین بدیم. بعدش هم که لام نیست که بین فتحه بدیم. اگه بعدش لام بود فتحه میگرفت. چون لام نیست نگاه میکنیم بعد ساکن چیه؟ این حرف بعد از الف سینه، اینجا لام نیست. اگه لام بود میشد ا. لام نیست نگاه میکنیم بعد ساکن چه حرکتی هست؟ زمه هست. زمه هست بهش زمه میدیم. میشه چی؟ اسکن. اسکن انت و زوجک الجنه. الله تعالی درباره آدم علیه السلام فرمود. اسکن. خب این اینجا رو ببینیم. اینجا الف صاد بعدش هم لام نیست، یک حرف غیر لامه. و حالا این ساکن رو که خودش حرکت نداره بعد ساکن چیه؟ زمه است. چون زمه است ما زمه میدیم به این. اینجا چون زمه است بهش میدیم زمه. میشه چی؟ اق نو تی. اق نو تی. نو تی تی ته کسره بعدش یا اومده کش میکرد پیدا میکنه. اق نو تی یا مریم قنوتی لربکی واسجدی ورکعی مع الراکعین. درباره مریم علیها السلام این الف صاد دار. خلاصه کنم بحث رو برگردیم بریم بیرون. حروف ناخوانا در قرآن کریم حروفی خونده نمیشن. الف لام واو یا هر وقت هیچ حرکتی نداشتن خونده نمیشن. این خلاصه کنم تو مرحله اول تمام. اما حرف الف یک کمی توضیحاتش بیشتره از بقیه حرف. الف اگر در آخر کلمه اومد یک صفر روش بود اینم خونده نمیشه، اینم که راحت حل شد رفت. الفی که روش صاد داره یعنی الف وصل، همزه وصل، اگر ما قبل الف رو به ما بعد الف چسبوندیم خونده نمیشه، این تمام شد رفت. اما اگر همین الفی که صاد داره در وسط کلمه قرار نگرفت، اول کلمه یا جمله قرار گرفت و مجبوریم شروع کنیم مثل کلمه الحمدو در ابتدای سوره حمد یا اهدنا در آیه بعدی جلوتر، چیکار باید بکنیم؟ میام چیکار میکنیم؟ این همزه وصل رو نگاه میکنیم به بعدش. اگر لام داشت بعدش همیشه بهش فتحه میدیم الحمدو، تموم شد رفت، این حل شد. اگر لام نداشت فتحه نمیگیره. فتحه فقط مال لامه. بعد از همزه وصلی که در ابتدا میاد وصل نمیشه ما قبل و ما بعدش به هم، بعدش لام بود همیشه فتحه میگیره. در غیر لام اگر بعدش لام نباشه فتحه نمیگیره، یا زمه میگیره یا کسره میگیره. چه موقع زمه میگیره؟ خب بعدش الفی که وصل هست، الف صاد دار، بعدش رو نگاه میکنیم لام نیست، خب پس میفهمیم فتحه نمیگیره. خب حالا برای اینکه بفهمیم زمه میگیره یا کسره بعد چیکار کنیم، نگاه میکنیم به بعد از ساکن بعد، یعنی الف بعدش یه ساکنه، بعد ساکن یک حرکتی هست. اگه زمه بود به الف زمه میدیم. اق نوتی مثلا، اعبد الله مثلا، اسکن، چون بعد ساکن سین کاف زمه داشت. اگر بعد از الف صاد کوچولو که داره حرف بعدش ساکن، بعد از ساکن کسره بود، باز به الف هم کسره میدیم. خب تا اینجا که ساده است. بعد از الفی که صاد داره لام نیومد، یا زمه میگیره یا کسره میگیره. چه موقع زمه میگیره؟ نگاه میکنیم بعد ساکن اگر زمه بود زمه میدیم، اگر کسره بود کسره میدیم. خب فتحه بود چیکار کنیم؟ اگر فتحه بودم کسره میدیم. فقط همین مد نظر شما عزیزان باشه. میدونم یک کمی این مسئله سختی بود. چند تا مثال با هم ببینیم و مثال تماس‌های تلفنی شما عزیزان رو هم ببینیم. مثالاتو مثال خیلی راحت‌تر جا میفته. احمد جان مثال‌ها رو نشون بده که اینو کم آسان‌تر کنیم کار. در این تمرینات کلمه اول اینجا که اصلا در وسط قرار گرفته خیالمون جمع، اینو همش تو وسط قرار گرفته، اصلا نیازی نیست فکر بکنید، همش حل میشه. این الف در این وسط قرار گرفته، این الفی که این وسط قرار گرفته قبل و بعدش رو با هم میچسبونیم اصلا نمیخونیمش. میشه چی؟ فس بیر. فس بیر. این اصلا دیگه نیازی به خوندن نداره. این اگر در وسط باشه این عرف صاددار خیلی ساده است، اصلا خونده نمیشه، راحت هست میشه میره. مشکل اینه که در اول باشه. اول باشه یک کمی دنگ و فنگ داره، وسط باشه که اصلا خیلی ساده است. خب در این مثال عرف در وسط قرار گرفته، ف ما بعدش میچسبه به نون، فن
صب فن صب فن صب. در این مثال بعدی الف در وسط قرار گرفته، الف وصل فدا میکنه خودشو به خاطر وصل ما قبل به ما بعد. این اصلا کخونده نمیشه این وسط، چون این حرکتی نداره. این صاد یعنی وصل، یعنی در این گام وصل نخونیدش، نه ساکن داره نه فتحه داره نه کسره داره نه ضمه داره نه تنوین داره نه تشدید داره، هیچ کدوم از این علامت ها رو نداره. چی میشه اینجا؟ چطور میخونیم؟ هی که بعدش ساکن هست میچسبه به واف. وح لول وح لول وح لول عقدتم من لسانی در سوره طه. خب مثال بعدی، اینجا باز الف در این وسط قرار گرفته. الف در این وسط اصلا کلن الف وسط نمیخونده نمیشه، فدا میشه، واو میچسبه به نون. ون حر ون حر فصلی لربک ون حر. بریم خط بعدی. اینجا الف باز در وسط قرار گرفته، خیالمون راحته، اصلا کاری بهش نداریم، اصلا نگاهش هم نمی کنیم، حسبش میکنیم. وج عل نا، این لام ساکنه، این لام ساکنه روش هست شده، پیش ما هست شده، اینو فکر نکنید نمی خونده نمیشه، چون اگر روشی چی نبود خونده نمیشه. اینجا یک ساکن از پیش ما هست شده ببخشید. چون وج عل نا وج عل نا. مثال بعدی ول عصری، این الف خونده نمیشه چون ما قبلش هست. حالا همینو اگر فکر کنید این واو نباشه، یک کمی کارو سخت کنید، اگر این واو نبود این چطور خونده میشد؟ اگر این واو نبود در هنگام وجود یک حرکت ما قبل این الف وصل، هیچ وقت این الف خونده نمیشه، خیالمون راحته. مشکل وقته که این ما قبلش چیزی نباشه. مثلا اگر اینجا چیزی نبود چی میخوندیم؟ خب میگفتیم بعد از این الف لام اومده، پس اینو فتحه میدادیم، میشه چی؟ العصر العصر، درسته؟ اینجا وجعلنا، اگر این واو نبود، این واو اگر نبود چیکار میکردیم؟ الان اگه واو باشه این الف خونده نمیشه اصلا، وج چون این در نگام بست هست میشه. اگه این واو نبود، فکر کنید این واو نیست، اینجا مجبور بودیم با الف شروع کنیم، چیکار میکردیم؟ بعد از الف چی اومده؟ جیم، لام نیست، پس فتحه نمیگیره، یا ضمه میگیره یا کسره میگیره. خب گفتیم وقتی که بعدش لام نباشه بعد نگاه کنیم به چی؟ گفتیم بعدش وقتی که لام نباشه بعد نگاه کنیم به بعد از ساکن چیه. اینجا بعد از ساکن فتحه است، چون فتحه است به این کسره میدیم، میشه اجعلنا. اگر واو نباشه میشه اجعلنا، اگر واو نباشه میشه اجعلنا. بریم مثال بعدی. اینجا مثال الف در آخر کلمه است، وقتی که الف در آخر کلمه قرار میگیره میشه چی؟ اثر رو اثر رو، ر تشدید داره، یک بار به کمک ما قبل خونده میشه، یک بار تنها با ضمه خودش، و چون بعد از ضمه دوباره اینجا واو اومده، واو ساکن، این کش پیدا میکنه. اثر رو سر رو اثر رو اثر رو. در این کلمه کف رو، این عرف اینجا خونده نمیشه، مثالشو قبلا هم گفتیم، این عرف صفر داره آخر، هیچ فقط نوشته میشه، خونده نمیشه. در این مثال، در این مثال پایین، اینجا یک مثال از لام هم داریم. اینجا ما الان چی داریم؟ اینجا خیلی ساده است، شکلشو نگاه نکنید، خیلی چا. این واو این قبل، این واو قبل خیلی به ما کمک کرده، این واو قبل خیلی به ما کمک کرد. این واو چطور میخونیم اینو؟ اصلا نه این الف رو میخونیم نه این لام رو میخونیم، چون این لام این هیچ حرکتی، این لام اینجا نداره، هیچ حرکتی نداره، خونده نمیشه. این الف هم که وصل کرده این وسط اومده خونده نمیشه. این سین تشدید داره، نیاز به ما قبل داره، واو رو میچسبونه بهش، میگه وس وس سمائی وس سمائی. اینجا واو کار ما راست میکن. اگه واو نبود چی میخوندیم؟ اگه واو نبود، خب فکر کنید این واو نیست، اگر این واو نبود ما مجبور بودیم با این الف شروع کنیم. خب نگاه میکنیم بعد از الف چیه؟ لامه. خب چون لام اومده ما به این فتحه میدادیم، میشد از سما، اصلا کاری نداشته باشید که این لام خونده میشه یا خونده نمیشه. وقتی که این الف بعدش لام اومده، اگر این واو نبود ما میخواستیم با خود الف شروع کنیم، این الف نیاز داشت به یک حرکت، بعدش لام اومده بهش یک فتحه میدادیم، میشد ا، چون لام خونده نمیشد ا میچسبید به سین، باید میشد از سما از سما. خب
کلمه بعدی اینجا باز وابی که اینجا اومده کار ما را آسان کرده. این واب سبب میشه که چون واب این همزه وسط قرار گرفته، همزه وصل، این همزه در وسط قرار گرفته، خونده نمیشه. این لام هم حرکت نداره، خونده نمیشه. این تا اینجا کمک ماقبل رو نیاز داره چون تشدید داره. گفتیم تشدید یک بار با ماقبل خونده میشه، یک بار تنها با حرکت خودش. و طاریقی تا میشه اینجا چون بعد از فتح الف اومده، میشه تا، نمیشه تا. و طریقی نمیشه، میشه و طاریقی. و طاریقی اگر این واب نبود، ما میخواستیم به خود این کلمه شروع بکنیم، چیکار میکردیم؟ این الف بعدش لام اومده بهش فتحه میدادیم، میشد ا. چون لام خونده نمیشه، لام حرکت نداره، اینجا هیچ حرکتی نداره، لام خونده نمیشه، تا میچسبید به ا. اگر واب نبود، ا بعدش الف اومده بود، ا فتحه میگرفت، میشد اطاریقی. اطاریقی اگر واب نبود، اما اینجا چون واب هست میشه وطاریقی. دو تا مثال دیگه رو ببینیم، بعد بریم سراغ تماسای شما عزیزان. در این مثال ها، الان در این مثال ما یک واب داریم، یک الف داریم، یک ساکن داریم. ببینید اینجا کمی، الان این ذو، اگر اینو نبودن این کلمه میشد ذو، میشد ذو. اما این الف ساکن، این الف که چون قبلش چیزی از خود به خود هست میشه، این الف که در کار نیست. این لام ساکنه، این لام ساکن وقتی که بعد از این واو قرار گرفته، وا، این لام نیاز به حرکت داره. این ضمه رو باید بچسبونیم به این لام تا بتونیم لام رو تلفظ کنیم. ذل، ذل، ذل. چیکار میکنیم؟ نه واو میخونیم نه لام. ذل جلالی، ذل جلالی. در این وصل اینجا واو هم هست میشه، الف هم هست میشه. یا در همین مثال هم اینجا باز دقیقا همین حکایت تکرار میشه. اینجا لام ساکن هست، نیاز داریم به ماقبل. این الفی که وصل شده، این که اصلا خود خود به خود چون در وسط قرار گرفته خونده نمیشه. این واو هم به خاطر ساکنی که اینجا هست هست میشه. ذل، ذل فضلی، ذل فضلی. البته این کلمات بدون در نظر گرفتن احکام وقف هست. همینقدر کفایت میکنیم در برنامه امروز، به همینقدر بسنده میکنیم و انشاءالله باز بقیه مثال ها و بقیه تمرینات باشه برای برنامه بعد. یکم این مثال سادهش اینه که خلاصه کلام واب، الف، یا و لام، لام، واب و الف و یا و لام، اینا هر وقت هیچ علامتی نداشته باشن خونده نمیشن. الف اگر در آخر حرف قرار گرفت روش صفر بود خونده نمیشه. الف اگر روش صادی بود وسط حروف بود خونده نمیشه. الف اگر روش صادی بود اول حروف بود بعدش لام بود فتحه میگیره. اگر الف که روش صاد است اول کلمه بود یا اول جمله بود و بعدش لام نبود، یا ضمه میگیره یا کسره. نگاه میکنیم برای ساکن، اگر ضمه بود ضمه میدیم، اگر کسره بود کسره میدیم، اگر فتحه بود هم باز بهش کسره میدیم. این خلاصه درس امروز بود. یک سری به اتاق کنترل میزنیم پیش عزیزانمون در اتاق کنترل و برمیگردیم ان شاء الله. وقت باقی مانده در اختیار شما عزیزان و تماس های شما. بارز سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. انشاءالله که درس امروز رو زیاد سخت نگیرید، آسونه انشاءالله. تو تمرین ها خیلی ساده است، خیلی ساده است و نگه سخت این درس من بود، بعدش تمام میشه انشاءالله. یعنی دو برنامه دیگه نهایتاً فکر انشاءالله درباره قواعد بیشتر نداریم، بعد میریم سراغ مصحف انشاءالله. در خلال مصحف بارها و بارها و بارها اینا تکرار خواهد شد انشاءالله و قدم به قدم با هم پیش میریم انشاءالله، این مسائل حل خواهد شد. در تماس های تلفنی عزیزانی که با ما تماس گرفتن حتما میدونن که در تماس های تلفنی انشاءالله لطف میکنید سوره مبارکه حمد یا سوره ناس قل اعوذ برب الناس، یا سوره فلق قل اعوذ برب الفلق، یا سوره اخلاص رو
برای ما تلاوت میکنید. اگرم دوست دارید در تمرینای امروز شرکت کنید، من تمرینای رو آماده دارم از درس حروف ناخوانا که نشان رو برای شما عزیزان نشان خواهیم داد. اما تلاوت رو فکر کنم برای ما تلاوت بسنده بکنیم تا تماسای شما عزیزان برقرار بشه. درباره درس حروف ناخوانا خلاصه ای که ما گفتیم خدمت شما عزیزان این بود که حروف ناخوانا حروفی هستن که خوانده نمیشن، نوشته میشن. هرگاه حرف واو، الف، یا و لام حرکت نداشته باشن خونده نمیشن. هر وقت الف حرکت یک علامت صفر روش بود در آخر کلمه قرار گرفت خونده نمیشه. هرگاه الف علامت صاد داشت در وسط کلمه قرار گرفت خونده نمیشه. اما فقط در ابتدای کلمه اگر باشه یا در ابتدای یکم روش بس بود که اگر بعدش لام باشه حرکت فتحه میگیره و اگر بعدش لام نباشه نگاه میکنیم که بعد از ساکنی که بعد از این همزه قرار میگیره حرف دوم بعدش ضمه داشت ضمه میدیم، کسره داشت کسره میدیم، فتحه داشتن باز کسره بش میدیم در وقتی که لام نداشته باشه. اولین تماس رو دریافت میکنیم. سلام علیکم، روخانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام میلاد گرامی، بفرمایید. سلام بر شما، خودتون رو معرفی میکنید؟ سلامت باشید قربان، بفرمایید. خودتون رو معرفی میکنید برام؟ من دارم اشتراک صدای شما داره پخش میشه، سلیمانی هستم و الان صدای شما رو آنتن هست، بفرمایید. سلام حسین باشید. سلامت باشید، خودتون رو معرفی میکنید برادرم؟ من جواد هستم، از ایران زنگ زدم. آقا جواد از ایران، در تلاوت کدوم سوره با ما مشارکت میکنید قربان؟ من فقط امروز در حق اصطاق میگنیم رو که طبق برازیتم این حدیث شما خیلی عالیه، ولی ما باید بدونیم شما سی وقت های اینجا حدیث میگونیم که اینکه تو معرفی برنامه هاستی من طبعاً نبیدم که قرآن حدیث میگنیم شبکه. ما برنامه روخانی رو انشاءالله چشم، من برنامه روخانی قرآن کریم روزهای جمعه ساعت 4 به وقت مکه مکرمه، 4:30 به وقت تهران و ساعت 5:30 به وقت کابل و دوشنبه برنامه زنده هست و به مدت 2 ساعت و تکرارش رو هم میتونید انشاءالله با ساعت تکرار بعد از برنامه اگر شما تشریف داشته باشید انشاءالله برنامه نیم ساعت دیگه تموم میشه. بعد از برنامه متصل ساعت‌های پخشش و روزهای پخشش رو برای شما عزیزان انشاءالله خواهند داد. روز یک شنبه هم تکرار میشه ساعت 10 شب به وقت مکه، 10:30 تهران و 11:30 کابل و دوشنبه. صبح دوشنبه باز تکرار داره و روز پنجشنبه بعد از ظهر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت مکه و 1:30 تهران و 2:30 کابل و دوشنبه هم باز تکرار میشه این برنامه. ممنون از تماس شما. ممنون از تماس. من بفرمایید. تشکر می‌کنم. این الفی که الان شما توضیح دادید خیلی جالب بود، چون که من خودم بعضی سالها قرآن تو مدارس تدریس کردم به این نحوی که شما فرمودید باور کنید تو کتاب‌ها توضیح داده نشده. خیلی این الف من الان خوب یاد گرفتم. این الفی که الف وصله، الف که اول کلمه نیاد و حرف سه روش نوشته میشه. من فقط خواهش میکنم این برنامه هایی که اگر قبلا قرآن تدریس کردی دوباره تکرارش رو پس کنید یا معرفی برنامه هایی نیست بشه تا ما ببینیم خودمون رو آماده کنیم وقتهایی که قرآن تدریس میشه ما بیاییم تماسا کنیم. انشاءالله. چشم چشم، متشکرم از تماس شما. دستتون در نکنه بیشتی مزاهم نمیشم. متشکرم از تماس شما. ممنون از تماس شما. من یک توضیح رو خدمت شما عزیزان بدم فقط که ما الان چند برنامه است که حالا 7-8 برنامه است که ما داریم میریم و عزیزانی که شاید هنوز آگاه نیستن به ساعت های برنامه، ما ان شاء الله بیاری الله متعال سعی میکنیم که همین کلاس های آموزشی رو که داشتیم حداقل به صورت همین فیلم هایی رو که بوده تیکه تیکه کاتش بکنیم، حداقل به عنوان آموزش اینها رو در طول هفته هم بگذاریم در برنامه های هفتگی به عنوان یک کلیپ های چند دقیقه‌ای پخش بشه. ان شاء الله این رو به زودی این کار رو خواهیم کرد که کل این قواعد رو به صورت کلیپ های چند دقیقه‌ای مرتب و آماده ان شاء الله داریم روش کار میکنیم که اونا رو در طول هفته هی تکرار بشه برای عزیزانی که شاید خود برنامه زنده رو ندیدن و در طول سال اصلا تکرار بشه که این قواعد بهتر جا بیفته ان شاء الله. ممنون از پیشنهاد شما و ممنون از محبت شما نسبت به این برنامه. سلام علیکم، رو خانه قرآن کریم، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خودتون رو معرفی میکنید؟ امین هستم از مهاباد. یه بار دیگه اسمتون رو بگید.
امین هستم. امین جان خوش آمدید. امین جان کدوم سوره رو تلاوت میکنی؟ سوره ناس. بسم الله عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله ما شاء الله عمو جان ما شاء الله. چند سالت امین جان؟ 10 سال. 10 سال. الله تعالی انشاءالله سالهای سال انشاءالله بالای 100 سال عمر بکنیم برای پدر مادر و برای جامعه اسلامی خدمت کنیم انشاءالله. ممنونم از تماست. متشکرم. خدا حافظ. خدا نگهدارش. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمید. سلام بیننده گرامی. بفرمید. دوست کنید از تلفن بشنوید صدای ما رو. سلام بر شما. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید؟ بله. ماه تاجیکستان هست. نکوسم. صدای شما پخش میشه. بیننده عزیز لطف کنید صدای ما رو از تلفن بشنوید و چون از تلویزیون صدای شما دیر میرسه نامتون رو بگید و خودتون رو معرفی کنید. بیننده عزیز لطف کنید صدای ما رو از تلفن بشنوید. منتظر نباشید صدای خودتون رو از تلویزیون بشنوید. سلام علیکم و رحمت الله. ما چون هست نوم فریدون هست. فریدون جان در کدوم سوره تلاوت میکنید انشاءالله؟ آقا فریدون سوره... بله بسم الله. هر سوره که تلاوت میکنید شروع کنید. تماسشون قطع شد متاسفانه. عزیزان لطف کنید وقتی که صدای ما رو میشنوید منتظر نباشید صداتون از تلویزیون بشنوید. حدود 15 تا 20 ثانیه دیرتر میرسه صدا به شما از طریق تلویزیون تا این صدای شما از استودیو بره روی آنتن بره روی ماهواره دوباره برگرده به شما داخل خونه. تأخیر به خاطر این هست. بعد به خیلی از عزیزان تماس میگیرن میگن من الان صدای کسی دیگه رو روی تلویزیون میشنوم. شما با تلفن که تماس میگیرید همون موقع به استودیو وصل میشید اما تصویر استودیو تا برسه به شما 15 20 ثانیه تأخیر داره. به همین خاطر وقتی که صداتون وصل میشه منتظر تلویزیون نباشید صداتون رو بشنوید. تلویزیون رو صداشو قطع کنید یا محل رو ترک بکنید با تلفن صحبت کنید. سلام علیکم. رو خوانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. وعلیکم السلام برادر. سلام بر شما خواهرم. خودتون رو معرفی میکنید؟ ما از تاجیکستان برادر. خوش آمدید. در کدوم بخش برنامه شرکت میکنید خواهرم؟ ما در کنید خطوی بسم الله. تلاوت بفهمید. اعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دقت کنید که در کلمه در شیطان نشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم. این رو دقت بکنید. در الحمد وقف نکنید. الحمد لله الحمد سریعتر بگذارید. همینطور در کلمه ولا الضالین نشه. وللظالین. ممنونم از تماس شما. متشکرم از تماس شما. خدا نگهدارش. سلام علیکم. روخانی قرآن کریم بفرمایید. سلام علیکم. من اسما هستم از کردستان. سلام علیکم اسما خانم. خوبی عمو جان؟ خوش آمدید. من
من میخواستم سوره قارعه رو بخونم. ماشاءالله، بسم الله، بفرمایید عمو جان، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كاللحن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ماشاءالله، ماشاءالله، اسم خانم. ماشاءالله، چند ساله ای عمو جان؟ 8 ساله. ماشاءالله، ماشاءالله، بسیار عالی بود، بسیار زیبا بود. فقط نارون، یه بار تکرار کنید اینو. نارون حامیه. نارون حامیه. نه عمو جان، گوش کن. نارون، نه نارون، نارون، نارون حامیه. احسنتم، ماشاءالله، ماشاءالله، برای خودت استادی هستی عمو جان، خودت ماشاءالله، ماشاءالله. الله تعالی شما رو حفظ میکنه. ممنونم عمو جان. ما متشکریم از تماس شما. برای ما دعا کنید، برای بچهای کانال دعا کنید، برای خانوادهتون دعا کنید انشاءالله. انشاءالله. ممنونم. خدا دیگری دارید. خدا نگهدار شما. متشکرم. ماشاءالله. بسیار عالی بود. من تبریک میگم به خانواده این عزیز و این شکوفه قرآنی و دوستانشون، و جا داره که ما واقعا سرمایه گذاری بکنیم روی فرزندانمون. و بسیار زیبا تلاوت میکردن، نشان از تمرین داشت، نشان از تلاوتشون، نشان از دقت اساتیدشون، حالا چه والدین چه کسایی که باشون تمرین کرد. الله تعالی از شما و همه کسانی که برای شما زحمت کشیدن قبول بفرماید. سلام علیکم رو خانه قرآن کریم، بفرمید. سلام بر شما، خودتون رو معرفی کنید. محمد رفیع جان، خوش آمدید قربان. در کدوم بخش شرکت میکنید؟ کدوم سوره تلاوت میکنید؟ زنده باشید استاد، من میخواستم یک پیشنهاد داشتم. بفرمایید، در خدمت هستم. من چطور میتونم این برنامه های چوار دانلود کنم که من فرصت دیر ندارم که از تلویزیون نگاه کنم؟ بله. وای چشم، انشاءالله صحبت خواهم کرد. امر دیگری هم دارید؟ زنده باشی، بسیار تشکر. متشکرم از تماس شما. متشکرم. سلام علیکم روحانی قرآن کریم، بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی میکنید قربان؟ من نورالدین جان. از کجا تماس میگیرید؟ تاجیکستان. خوش آمدید، سلام بر شما و بر مردم خونگرم تاجیکستان. در کدوم سوره تلاوت خواهید کرد انشاءالله؟ از کدوم سوره؟ خبرت نمیکنم، سوال داشتم. اگر در موضوع روحانی قرآن کریم باشه در خدمت شما هست. بفرمایید. صداتون رو داریم. اگر سوال شما مربوط به آموزش و روحانی قرآن کریم است در خدمت شما هستیم، سوالتون رو مطرح کنید. همین در کدام حالت نه در آخر حرف الیف چسبیده آمدگی باید آ گفتن در کار، در کدام حالت آ گفتن در کار؟ و مثال این قال میگوید و با بعض جوزه آ میگویم آیا باید چشم میشه توضیح فهمید؟ جبان خیلی باید داره، چشم میشه چشم میشه باید میفهمونده. چشم انشاءالله. سوال دیگری هم دارید؟ نه رحمت، دعا کنید درخم. متشکرم از تماس شما. متشکرم. موفق باشید. سلام باشید. سلام علیکم روحانی قرآن کریم، بفرمید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون معرفی کنید قربان، تماسشون قطع شد. سلام علیکم روحانی قرآن کریم، بفرمید. سلام بر شما بیننده گرامی، رو خط هستید، صحبت بفرمید.
سلام علیکم رخانی قرآن کریم بفرمید. سلام بر شما بفرمید. علیکم السلام. این دختر هم قرآن میخونه. اسمشون رو بگید و تلاوتشون رو شروع کنن. شروع میکنم. سلام علیکم مولا سید. علیکم السلام عزیزم، حال شما؟ اسمتون رو میگید برای مامو جان. از بلمی ما میخوام که الحمدلله بیالمین بخوانم مولا سید. بسم الله بفرمایید، اسمتون رو بگید. عمو جان نامتون چی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نعبد و اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین. ماشاءالله ماشاءالله. نامتون رو نگفتید عمو جان؟ یاسمین. یاسمین خانم ماشاءالله، متشکرم از تماس شما، لطف کردین. ماشاءالله موفق باشید. مناسب جانم که برنامه ایسی زیبای شما. متشکرم از تماس شما، ممنونم، لطف کردین. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. سلام علیکم روخانی قرآن کریم بفرمید. بیننده گرامی سلام بر شما بفرمید. بله سلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. خودتون رو معرفی میکنید؟ آرزو هستم از افغانستان. آرزو خانم از افغانستان. کدوم سوره رو تلاوت میکنید؟ میخوام سوره فلق رو بخونم. سوره فلق بفرمید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آرزو خانم دقت کنید که آخر آیات در سوره مبارکه فلق حرف قاف، حرف ب و حرف دال یک مقداری در هنگام تلفظ مخرجش میلرزه. من تکرار میکنم، شما باز من دوباره تکرار بکنید. قل اعوذ برب الفلق. فلق این قاف رو دقت کنید. فلق. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. در احسنتم. در پایان آخر آیات فقط دقت کنید، حرف قاف ب و دال کمی قلقله میشه، به اصطلاح می لرزه صدا در مخرجش. متشکرم از تماس شما. درسته. متشکرم. تشکر شما، خدا نگهدار. سلام علیکم روخانی قرآن کریم بفرمایید. بله. سلام بر شما بفرمید بیننده عزیز. فرید هستم از افغانستان. سلام بر شما و بر مردم عزیز افغانستان، خوش آمدید. در کدوم سلام بر شما سلیمانی عزیز. کدوم سوره رو تلاوت میکنید بفرمید؟ میخوایم سوره فاتحه رو تلاوت کنیم. سوره فاتحه رو، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. احسنتم، ما شاء الله ما شاء الله. آقا فرید جان، من حقیقتش خوشحال میشم وقتی اساتیدی مثل شما در این برنامه شرکت میکنن و کار منو آسون میکنن، یعنی من مشارکت میکنن در این برنامه و ماشاءالله شما حقیقتا بعد اینجا کنار من مینشستیم برای تعلیم تا که من گوش بکنم. متشکرم از تماس شما، لذت بردیم از تلاوت شما، بسیار عالی بود، ماشاءالله، احسنت. سلام، متشکرم از تماس شما، موفق باشید. سلام علیکم روخانی قرآن کریم، بفرمایید. سلام بر سلیمانی. سلام بر شما، خودتون معرفی میکنید؟ قربان. کامران هستم از تهران. آقا کامران از تهران، خوش آمدید. در کدوم سوره انشاءالله مشارکت خواهید کرد با ما؟ بعد از سلیمانی، من تلفظ صحیح سوره قدر رو میخواستم. بسم الله. اگه خودتون زحمت بکشید برای من از تلویزیون گوش بدم. سوره قدر رو، چشم. بله متشکرم، تشکر. خدا به شما جزای خیر بده. متشکرم. خدا. متشکرم. سلام علیکم روخانی قرآن کریم، بفرمید. سلام علیکم. سلام بر شما، بفرمید قربان. درد خوب یا نتمایی رو؟ یک کمی بلندتر صحبت کنید، صداتون رو خوب ندارم، بفرمید. به سال حق هست؟ به سال حق، صدای شما داره پخش میشه، خودتون معرفی میکنید قربان. بسم الله. بسم الله عزیزم. تلاوت بفهمید. بسم الله. ممنون از تماس شما. سوره قاره رو تلاوت فرمودن، صداشون کمی ضعیف میمد. متشکرم از تماس شما، لطف کردید. سلام علیکم روخانی قرآن کریم، بفرمایید. بیننده گرامی سلام بر شما، بفرمایید. سلام علیکم روخانی قرآن کریم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفهمید خواهرم، خودتون معرفی میکنید؟ من خواهرتون از تاجیکستان. خوش آمدید. میخواستم تمرین ها رو بخونم. تمرین ها رو احمد جان اگر تصویر رو بدید روی آنتن تا من ببینیم، برای خواهرمون تصویر رو برسن و با ما مشارکت بکنید در تمرین ها. تصویر دارید احمد جان؟ هر وقت که تصویر پیش شما رسید از خط اول شروع کنید به خواندن کلمات و کلماتی رو که ما امروز درس دادیم در حروف ناخوانا در این تمرین حرف الف و لام رو مشاهده میکنیم با هم. از خط اول شروع کنید به خوندن. بله از خط اول شروع کنید به خوندن. اون کو القو القو، احسنتم. اون الف اونجا خونده نمیشه، ماشاءالله. کلمه بعدی دقت کنید که اون لام، لامی که لام دوم اینجا که لامی که سرخ نوشتیم، چون این چه حرکتی نداره خونده نمیشه.
و بعد از اون ما یک ر داریم که تشدید داره، نیاز به کمک لام ما قبل داره. چطور خونده میشه این؟ لیر رجالی. احسنتم، لیر رجالی. کلمه بعدی فالمغيرة. اونجا الف، بینندگان عزیز دقت بکنید، اینکه الف که با رنگ سرخ نوشتیم در این کلمه آخر خط اول، فالمغی در این کلمه، فالمغیرا. یه بار دیگه بخونید خواهرم. فالمغیراتی. ر نمیشه چون بعد از ر، بعد از فتحه ر الف اومده، درسته؟ اینجا اون فتحه و الف در کنار هم وقتی قرار میگیرن صدای آ میاد. فالمغیراتی. احسنتم، ماشاءالله، ممنونم از تماس شما، متشکرم. بفهمید. و حرفوی انا شمسی و قمری در اینجا دخل ندارم؟ چرا خواهرم، بیشک دخل داره حروف شمسی و حروف قمری. این که چرا لام در چه جاهایی مثلا لام تلفظ میشه، چه جاهایی تلفظ نمیشه، در حقیقت هر وقت که بعد از الف و لام، بعد از لام حروف شمسی قرار بگیره، لام تلفظ نمیشه و تبدیل میشه به یکی به حرف مابعد خودش و حرف مابعدش تشدید میگیره. و هر وقت بعد از حروف لام، بعد از حرف لام، الف و لام، حروف قمری قرار بگیره، اون موقع لام تلفظ میشه. و حروف شمسی و قمری هم خب مشخص است، الف که جزء نه حروف قمری است نه شمسی، 14 تا به حال ما حروف شمسی و قمری رو میتونیم هر دو 14 تا حساب بکنیم. ما در حروف شمسی مثلا شنل زرد است، این حروف شمسی هستن و هر سینی که بگیم، هم صاد هم سه هم سین، همش داخل است. ز، ذا، ضا، وا، اینا همش درش داخل میشه. اون رو ما نیازی ندیدیم مطرح بکنیم خواهرم، چون ما در مصحف خود این رعایت شده، یعنی اونجایی که تشدید گذاشته شده خود به خود این قاعده رعایت شده، ما نیازی به بیان قاعده ندیدیم، فقط نحوه تلفظ رو بیان کردیم. اما قاعده کلی این هست، هر وقت بعد از الف و لام حروف شمسی قرار گرفت، لام تلفظ نمیشه، تبدیل میشه به حرف مابعد، حرف مابعد تشدید میگیره. اما اگر حروف قمری قرار گرفتن، لام تلفظ میشه. کمتر این درس مشکل تر بود، من دیگر درس مشکل میگردم، من سبوک میگذرد ولی این دست میاد. متشکرم، الحمدلله ماشاءالله تلاوتتون خوب بود و کلمات رو به راحتی خواندید. انشاءالله در این باب تمرین بیشتری در این درس خواهیم داشت در برنامه آینده، چون این درس متوجه هستم که کمی سخت‌تر بود. انشاءالله تمرینات بیشتری در این درس خواهیم داشت در برنامه بعدی و حتما انشاءالله تا خوب مسلط نشیم به این درس و به این کلمات از این گذر نخواهیم کرد انشاءالله. ممنونم از تماس شما. انشاءالله. متشکرم از تماس شما، متشکرم. چند دقیقه تا پایان برنامه بیشتر فرصت نداریم، ما چند دقیقه داریم احمد جان، من فرصت دارم که صدیق محمد رفیع جان سوالشون این بود که نحوه دانلود برنامه‌های روحانی رو فرصت ندارن ببینن. شما میتونید با مراجعه به سایت وصال حق، سایت یوتیوبش، احمد جان اگر آدرس رو داشته باشی بگذارید، در یوتیوب شما وارد بشید، بنویسید وصال حق، یا در گوگل هم اگر سرچ بکنید شبکه جانی وصال حق رو، در سایت ما که وارد بشید، صفحه یوتیوب خود به خود مشخص است. در یوتیوب ما تمام آرشیو برنامه‌های زنده، برنامه‌های ضبط شده و اون چیزی که در کانال داره پخش میشه، آرشیو شما میتونید اونجا پیدا بکنید و در کمتر از 48 ساعت برنامه‌های زنده همشون انشاءالله در سایت یافت خواهند شد و همه هستن، میتونید اونجا برید مراجعه بکنید و دانلود بکنید با کیفیت‌های مختلف برنامه روحانی رو، و از اونجا انشاءالله دریافت خواهید کرد. احمد جان من متوجه نشدم شما چی فهمید. بعد انشاءالله خود احمد جان اونجا براتون معرفی خواهد کرد که چگونه دانلود بکنید. در موقع سوال برادرمون عزیز، برادر عزیزمون نورالدین، که چه موقع صدای آ، چه موقع ا میشه و چه موقع آ میشه، ما قبلا هم اشاره کردیم در برنامه مربوط به صداهای کشیده بود، هر وقت که الف در پایان کلمات مثلا مثل کا،
مثل با، مثل تا. شما روی حرف الف قبل از الف، الفی که غالبا حرکت نداره، روی الفی که حرکت ندارن، اما ما قبل حرف، قبل از الف فتحه باشه، صدای ا، صدای ا باشه. مثلا مثل کلمه کافرین، کافرین، یا مثلا مثل کلمه صابر، مثلا صابرین، این سا. بعد از حرکت فتحه هر وقت الف قرار گرفت، اون موقع دیگه ا نمیشه، میشه آ. اون حرفی که روش حرکت فتح قرار گرفته آ خونده میشه. مثلا در همین مثالی که الان هم خواهرمون تلاوت کردن، فل مغی را، مغی را، 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 بعدش فتح قرار داشت و الف قرار گرفت، مغی رات میشد. در این هم دقت بکنین، هر وقت بعد از فتح الف قرار بگیره آ میشه و اگر قرار نگیره الف میشه. من تلاوت سوره قدر موند از این عزیز، اجازه بدید من چون احمد جان میگه وقتمون کاملا به پایان رسید، رو در ابتدای برنامه بعد انشاءالله قول میدم بهتون که حتما از این شرمندگیتون در بیام و تلاوت رو آغاز بکنم. انشاءالله با سوره برنامه بعد با تلاوت سوره قدر برای شما آغاز بکنم. تشکر میکنم از همه.